کارخانه سماور آپولون شما را به تماشای این مسابقه دعوت می نماید. کی چای می خوره؟ واقعا هیچ کی چای نمی خوره؟ چایش با سماور آپولون ها؟ از ما گفتم بود. سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون. سلام و عرض ادب خدمت ده پلیر عزیز جان حاج نبی که امشب افتخار دادین تو این دک بازی کنین. دک بازپرس یکی از بازی های تورنمنت مافیا فنس که فکر کنم بازی پنجمش باشه. افتخارش برای منه که دارم این ساعت گردانندگی بازی رو برای شما انجام میدم. فکر کنم یکی از بچه ها پرید، صبر کنیم که برگرده. مایک شماره 10 بود و مایک شماره 10 هم برگرده. ضمن خوش آمدگویی به همتون، تک تکتون، براتون بهترین بازی رو آرزومندم. امیدوارم کنار هم تو این ساعتی که هستین علاوه بر این که لذت از بازی ببرین، کنار هم بهترین دوست برای هم باشین. از اینجا هم هنوز مایی که شماره 10 بازم نیومده، یه تشکر ویژه بکنم از ست داور عزیز دوست داشتنی که واقعا ساعتها به عشق شما بچه ها میان، لحظه به لحظه تمام دیالوگاتون رو بررسی میکنن، میبینن صحبتاتون و اکتاتون رو و پای صحبتاتون میشنن و نمره میدن. از اونا هم تشکر ویژه دارم، چون میدونم واقعا بعد از اینکه این یکی دو ساعتی که بازی رو انجام میدن، یکی دو ساعت پشت صحنه با هم چقدر دارن روی نمره نیم نمره این ور اون ور به خاطر حق کسی ضایع نشه دارن تلاش میکنن. این من صحبت طولانی میکنم فقط به خاطر اینکه مایک 10 برگرده و الا من بازی رو ران کرده بودم. قبل از اینکه مایک شما در بیاد، با کار ویژه بکنم از کارخانه سماورسازی آپولون با مدیریت محترم خانواده یوسف زاده که واقعا جوازی که برای شما دوستان و عزیزان در نظر گرفتن ازشون کمال تشکر بکنید. خانواده بسیار دوست داشتنی که عاشق بازی مافیا و شما عزیزان هستن که دوست دارن شما دور هم جمع بشین و این جوایز ارزنده از طرف کارخانه سماورسازی آپولون است برای شما عزیزان. امیدوارم هر کدومتون بهترین بازیتون رو تون ساعت انجام بدید، لیاقت این جایزه رو داشته باشین. هرچین که جایزه ناقابله اما دوست داشتنیه. این وقفه که تو بازی پیش اومد خودتون دیدین به خاطر نت بچه ها بود. براتون بهترین بازی رو آرزومندم. دو نکته بسیار کوچک خدمت شما عرض کنم. نقش ها رو تصویر بسته میدم که اکتی بازی نکنین، اکتی بگیرین با فکت بازی کنین. تو فاز شب قبل از اینکه روز اعلام کنم اکت ها رو میخونم که چه اتفاقی افتاده. کشته شب رو قبل از اینکه روز کنم من اعلام میکنم که فلان مایک بسته باشه. همین دوتا داوران عزیز لطف کنن صحبت کنن که با امید خدا بازی رو شروع کنیم. بفرمایید. سلام خدمت هر ده پلیر عزیز، حاج نبی، داورای محترم، بقیه بچه ها. چون طولانی شد خسته کننده نشه، من صحبت زیادی ندارم. براتون یه بازی بسیار عالی رو آرزو میکنم. بچه ها یه جوری بازی کنیم ما از دیدن بازیتون کیف کنیم، این طرف به وجد بیایم، هیجان زده بشیم. بفرمایید. متشکرم. بله ارفان جان. متشکرم. درود بر روح پاک آریایی. دارم هر جای این کره خاکی هستید
انرژی خوبی داشته باشید. امشب بهتر با تاخیر حریصانه دیدیم و اینکه امیدوارم بازی خوبی باشه، پرچالش باشه. اگه سایت شهروند گرفتیم سعی کنید فکت توی بازی بیارید، با شنیدن فکت ما بهتون امتیاز میدیم. سایت مافیا اگر شدین سناریو داشته باشید، اگر زرگری هست زرگری بزنید، اگر پشت همین اختزال کرد پشت هم باشین، یا گوزایی بود حتما انجام بدین و اینکه بهترین رو براتون آرزو میکنم. مایکو میسپارم به حسین عزیز. متشکرم عرفان عزیز. خیلی خوب، خوشحالم کنار دیگه، امیدوارم بهترین خودتون باشین، زیاد منتظر موندین زودتر به بازی برسیم. انشاءالله آخر بازی با هم گپ متشکرم از بزنیم. ست داور عزیز و 10 تا پلیر عزیز. تصویرا بسته که میخوام نقشا رو بدم، تا وقتی که نگم بازم تصویر باز نکنید، هیچ تصویری باز نباشه که من نقش ها رو بدم. 3 2 1 نقش ها فرستاده شدن. ده تا تاییدیه از 10 تا پلیر عزیز و دوست داشتنی. مایک شماره 2 لطفا تصویر باز کن. 45 ثانیه معرفه از مایک شماره 1 به طرف مایک شماره 10 بفرمایید. درود، رو فرقا مکس هستم، خیلی خوشحالم با تو بازی میکنم، از تک تک تو هم بازی ها. مرسی هاج نبی و داوری گل. فتح دیشب خواب دیده بودم که شماره 1 میشینم تو دی، خواستم به تارگت بزنم اگه بمانه شماره 1 میشستم، ولی یهو تصمیمم عوض شد. به نظر من بین 2 و 3 مافیا هست، میتونین همدیگر رو تارگت بزنین از رو کارت شهروندی خودم. پس من میگردم بین 2 و 3 مافیا هست. آره آی جوزف یکونشون بده بچرخ. سلام دوستان، شبتون بخیر. به گروه داوری و آشفتو سلام عرض میکنم، بهتون شب بخیر میگم. میگن آهن رو چیزی نمیتونه از بین ببره مگر اینکه در معرض رطوبت قرار بگیره، اون موقع باعث زنگ زدگیش میشه. انسان رو هم چیزی نمیتونه از بین ببره مگر افکارش. پس مراقب افکارتون باشید که افکار سمی انسان رو هم میتونه نابود کنه. توی این بازی من شهروندم، به شهروندی هر کسی برسم خودم پیشمرگش میکنم. اجازه نمیدم که اتهام بخوره. به نظرم چند نفر شماره 1 میتونه مافیا باشه، شماره 5 میتونه مافیا باشه. به نظرم شما 2 نفر با شماره 10 چش باز میکنه. بچه‌ها خودتون بازی خوبی باشه. اوکی، رفعا جوزف هم شماره 3، به امید روزی که حالمون همینقدر خوب باشه. میدونم هر 9 تاتون قرار از من بازی یاد بگیرید، پس ترنای منو خوب گوش بدید تو این بازی. اینا شماره 1، تو که روز 1 رفتنی داداش فکت، یه چیزی گفتی اون اول ادامه چرا ندادی؟ قرار بود تو خواب تارگت بزنی دیگه، واسه خاصی بگی خیلی شهروندی که اونجا تارگت نزدی الان جای دیگه دنبال مافیا. این فکت اول. فکت دومه، یعنی چی بین 2 و 3؟ آقا من ناتام، این دوی گادفادر با هم مافیا، بین 2 و 3 یه دونه است چی؟ تموم شده آقا، یه مایک یکو بستم، یک تموم شده مافیا است. فردا تک میای مکس با مکس رای این بازی خارج میشی. پاسپورتی هم من نمیام بعد تو، چون شهروندی من همین الان ریخ کف دک، بعد من قرار 6-7 نفر برای کابل. سلام بچه ها، اسمم ملیکاست، خیلی خوشحالم که با تک تک تو بازی میکنم. من اولین نفری هستم که میخوام آقای شماره 3 رو کاور کنم. خودم هم شهروند بازیم، شهروند بازی میبنده رو شهروندی من. روز 1 بازی رو میسپرید دست من، روز دو بازی میام تو بازپرسی با تارگت دوم بازپرس. به نظر من هم شماره 1 تو مافیه، هم به فکتایی که شماره 3 برد، هم به نظرم خیلی فیلینگ بدی ازت گرفتم. در ادامه تو گفتی بین 2 و 3 مافیا هست، 3 دیگه بدترین کار رو در حق تو کرد، زد تو گردنش، گفت بیا برو بیرون، گفتی ای من مافیا هم. اونجا باید محکمتر گردنش میگیری میگرفتی به جای اینکه موزه بیاد پایین. 8م اکتی خیلی مافیا دارم، یعنی شماره 8 به نظر من قطع، یعنی این اینجوری چشاتو گرد میکنی، اینجوری میکنی، به نظر من قطعی تو مافیایی. حالا به چفیاست به نظرم. سلام عرض میکنم خدمت داورا، آقای حاج نبی و نقطه پلیر داخل بازی. انشالله که بازی خوبی داشته باشید. امیدوارم که
این بازی رو شهروند ببره. من خودم خیلی دوست داشتم مافیا بشم چون همش مافیا میبره، ولی شهروند شدم که شهروند ببره دیگه. ببین آقای شماره یک، فکتش اینه که میگه من دیشب نمیدونم خواب دیدم، فکر کردم چیکار کردم که اگه یک بشینم فلان کارو بکنم. این بازگو کردنش برای من مافیایی. خب این فکر رو کردی همینو پیادهش کن دیگه، قرار نیست که بگی من این فکر رو کردم که یک بشینم چیکار کنم. به نظر من تو مشکوکی. این آقای شماره دو به حرفای یک رو شنیدی بعد میگی اکتی میخوام بزنم، حرفای مثلا اون کسی که حرفشو شنیدی و اون کسی که حرفشو نشنیدی هیچ فرقی براشون قائل نشدی، و اینکه استرس هم خیلی داشتی حرفاتو، تون صدا تو، اینکه تون تون میگفتی و جملاتو قاطی میکردی. سلام دوستان، سیاوش هستم، شهروند بزرگم بزرگ فوق العاده قشنگ داشته باشین در کنار ادب و احترام. ترپ مکس به نظر من خیلی فیک بوده، جدا از دیالوگی که داره میگه، ترپ مکس به نظر من خیلی فیک بوده، ولی خود شایان هم مشکوک. دیالوگ دنیز عبدو شایان درسته، استرس توی کلام و اینکه احساس کنم یه از قبل آماده کرده بود یه تارگتات که میخواستی بزنی، برای من مشکوکی. اگه شهروندی با من دیبات کن که چرا میخواستی همچنین حرکتی بزنی باشم استرس هم باشم. من احساس کنم یه خود حداقل یه مافیا میشستی از جوزف حس خوبی میگیرم، چون روحیه بالایی داشت. یک مافیا با اینقدر روحیه بالا بازی نمیکنه. رفقا سلام، خوشحالم از این کنار همیم داریم با هم مافیا بازی میکنیم و هر کس تو لینک ارز ارادت. عجیبان غریبا یه شماره یکی حرف زده، 5 تا تارگت خورده، به رانر بازی همتون تارگت زدید، خیلی برام عجیبه، نمیدونم چیکارتون کنم. من یه رأی 1-2 که علال حساب با آقای جوزف میدم. چجوری بهش تارگت نمیزنی؟ گفته من ناتو هم. گفته من ناتو هم. بچه بهش تارگت نمیزنی؟ چی نشستی نگاه میکنی؟ چی کاور میکنی خانم ملیکا؟ ناتو رو؟ من باید صبر کنم فردا ببینم یک قرار چی کار کنه با این تارگت هایی که خورده. خانم شماره 6 تو استرس رو از 2 گرفتی، خانم شماره 5 استرس رو از 2 گرفتی. چکرم خود... چکرم 45 ثانیه توجه کنی بچه ها، تایم پایین توجه کنی. سلام علیکم، خسته نباشید، بشب بخیر خدمت همه دوستان. به خانم ملیکا، شما که داشتی فیلتر سیگار رو می جویدی، علامت سیگار هم که علامت گادفادر اگه توجه کرده باشی. آره تو عکسایی که گادفادر رو میذارن سیگار به لبه. آره ببین داداش، آیه فتا عزیز دلم، داداش اگر قراره که صحبتهای یکو فردا بشنوی، پس امروز اتفاقا نباید ریاکشن میذاشتی پایان باز بذاری که فردا قدرت بگیره. اگه تو شهروند باشی و مافیا باشه، فردا هم یه نازش هستش، یه نفر به من این پالسر رو داده که فردا با شروع کنه بازیو. پس حرکت تو به نظرم حرکت مشکوکی. شما از دید من مشکوکی، خانم ملیکا مشکوکه، آقای شایان هم از دید من مشکوک می باشد. نکس. سلام رفقا، خیلی خوشحالم تو جمعتون بازی میکنم. یا تشکر میکنم از برگزار کننده های این بازی، راوی بازی و داورای بازی. هفته فتایی که بعد بهش بگید شهروند یه جریانی از دو به بعد گفته فقط یک مکس مافیاسی اومده هنجار شکنی کرده، این مافیا باشه فردا میذاره اینو اونجا قرارش اتفاق بیاده. دیگه میگه نمیگه بلش کنید بزن برم این سر رو تارگت کنم. آی جوزف تو به نظرم تارگت شهروند به شهروند نبود، یعنی مافیا به شهروندی بود، فقط اومدی پوش کنی تو جریان بازی، یعنی آز شهروندی برش رو یکی نمیخوای بذاری. خانم شماره 4 و آقای شماره 6 چرا سر شهروند میکنی تو بازی؟ فردا این تارگتش بخونه شهروندی مافیا باشه، شما چطور میخواید بکنیدش بیرو؟ فردا همین شما رو میکنه. 5 به نظرم آز مافیا است. خانم 5 دوست داشته مافیا بشه که برنده بازی باشه، حالا شهروند شده میگه بازیو میبرم. خب تو که با دخش شهروندی بازی میبری دیگه، چرا دوست داشتی؟ متشکرم. بابا بناز آقا یالا، من مهران خوشحالم به باتون بازی میکنم. یک مشکوک هستش ولی نمیذارم جزوز بازی رو ببند، یعنی فکتو کشتی معارفه، نمیذارم تک بیاد بارا تک بیاد، این حرف رو نداره. فکتو رو تارگیتش میکنی، معارف درست حرف زدی راجش، من از همه فکتو هم درست بود، ولی با موضع بالا بازی نکن، چون هر کسی حق داره که تو بازی تارگیت خودش رو بزنه، بازی رو خراب میکنی اینجوری بخوای بازی کنی. یک به نظرم مشکوکی، حالی اونجوری که بازی روش ببندی نبود. این دنیس تو بازی مطمئنم مافیا، تو خواستی مافیا بشی که مافیا بازی رو ببره، بعد
چون شهروندی مافیا میبرده ناراحت بودی. خب پس الان شهروندی میخواد ببره. این دیالوگی بود که تو گفتی، حرف که نوزد چیزی بود که تو ذهن من نیز به نظرم تو بازی مافیاست، یک تو بازی مشکوکه. این چهار اساسو با هم تو بازی کار. متشکرم. 10 تا تصویر روز معرفه تموم شد، 10 تا تصویر بسته. سماور آپولون شما را به تماشای ادامه این مسابقه دعوت می نماید. متشکرم بچه ها. بالا من 3، 2، 1 روز می شو شهر بیدار. دیروز روز معرفه تموم شد. روز آغاز می کنیم. با 45C می گیرم چالش که وقت پایین بازم توجه کنیم. با عرض معذرت میوت میکنم. چالش رو سردست میدین. از مایکی 1 به طرف مایکی 10 بفرمایید. بعد از من فتا تو حرف بزن. ببین همه تون بعد جوزف باید تارگت بخونین. طرف گفته من ناتو هستم. خانم ملیکا بسی رو شهروندی جوزف که گفته من ناتو هستم. تو که مشکوکی از نظر من، یعنی بهت که قطعی رای میدم. جوزف خودش فقط تارگت زدم بین 2-3، کسی که کارت شهروندی کشیده باشه میخواسته بازی رو برات ران کنه، گفته بین 2-3 مافیا. تو اگه شهروندی از 2 برم شهروندی گرفتی، باید با من دیالوگ میکردی، میگفتی من 2 شهروندی زدم خودم بنده، به من تارگت نزن بریم یه جای دیگه تارگت. مستقیم پاشوتی به من تارگت زدی، 2 رو از نظر شهروند داشتی، خودت شهروند بودی، یعنی من 2 تا شهروند تو معرفه تارگت کردم. پس این تو فکت تو که گفتی ناتو هم رای میکشم زیر ملیکای شماره 4 هم به همین فکت که تو رو شهروند داره یه رای میکشم زیر ملیکا. از نظر من فتاح و 9 شهروند هستم. متشکرم. درسته. فانتاز فتاح. ثانیه گردو درست کن احسان جان. ترن چالش رو برو فتاح. اولا بدون شهروندی که خزعبل و چرن و دلقک و زبیاره میکنه قربانیش میکنم، بدون هم شهرونده قربانیش میکنم. امروز روز بازپرسیه. ساید بین من حاج فتا و این شماره 8ه. شماره 8 در معارفه فهمیده که باید به من تارگت بزنه. چرا؟ چون به یک فضا دادم. همزمان 1 و 2 رو با هم دیگه مافیا داره. به 5 میگه مافیا. به 5 چوری گفتی مافیا وقتی 1 و 2 رو مافیا داره؟ به همون فکتی که تو مافیا داری چوری فهمیدی 5 مافیاست؟ ساید بین من حاج فتا و شماره 8 ساسانه. امروز هر کی هر جا تارگت داره برادریشو توی این سایت ثابت میکنه، فردا تارگتشو میتونه با. متشکرم. مایک 2 چالش میدم به شماره 5 بعد از من صحبت کنید. ببینید من جمله ما از روز از قبل آماده کرده بودم. آقای شماره 6 الان چیکار کنیم؟ خانم شماره 5 شما به من یه خورده میگیرید که چرا صداتون میلرزه؟ این خورده که من گرفتید روی خودتون هم میشینه چون خودتون صداتون میلرزید. به نظرم شما میتونید مافیا باشید. شماره 10ی که شما رو همدید به نظرم میتونه مافیا باشه، چون شما زمانی که جمله که خانم به شماره 5 داشت راجع به شماره 1 میگفت، شما یه لایک نشون دادید، یه گردن نشون دادید. اونجا قبل از شما 2 نفر این جمله رو گفته بودن. اونجا تصمیم نگرفتید که با اون 2 نفر شماره 3 و 4 همراه بشید. زمانی که شماره 5 این جمله رو گفتن تصمیم گرفتید باشون همراه شید. شماره 8 موافقم. شما تونستید یه موافقت بدید شماره 1 و 2. من شماره 2 شماره 5 رو دیده بودم، شما تصمیم گرفتید منو به همراه شماره 5 توی باکس قرار بدید. مثلا شماره 8 هم میتونه مافیا باشه. حالا من صحبت کنم. اول اینکه شماره 9 مشکوکیتش این بود که گفت که روز معارفه شماره 3 تارگت پوش زده. این یه دونه فقط فکت مشکوکیت اونو داشتی، بهت رأی 1 رو میدم. این مهراب خیلی مسیر داشت به این شماره 9 تارگت بزنه، چون گفته که شماره 9 گفته هفته شهرونده. چرا؟ چون نباید مسیره رو شکسته. حالا خود مهراب قبول داشته که شماره
4 و 8 شهرمنده، یعنی کلا مسیرش برعکس اون بود. آقای شماره یک بازی تو هر کی که به شماره 3 تارگت زده و تو رو شهرمند کرده رو سیاوش 6 قبل از من صحبت میکنم. ساسان که تو این بازی به این دلیل مشکوکه که اکتی که ملیکا بهش تارگت داده دقیقا همون اکت رو برگردونده، حالا یه فکت هیستوری این داستانا. اوکی، ساسان مشکوک به اضافه این که بعد حاج فتا خورده میگیری پایان باز برای مکس گذاشته، پای نظر در مکس و جوزف نداشتی وارفه واسطه از حاج فتا گذاشتی ساسان که مشکوک. شایان دیالوگی در مورد ساسان میگه کاملا برعکس بوده، چون ساسان به 4 و 7 تارگت داده نه به 2 و 5. دیالوگ دروغی گفتی، اگه ساسان بخونه ماخره تو حتی شهروند نمیشی. الان چی دور و مافیا داری های سیاوش؟ 10 به 5 تارگت زده، معارفه هم 5 تارگت کرده، امروز هم 10 بود. حالا فکتی رو خوش میشینه، همچین فکتی برای یکی دیگه آورده گفته اون و اون هم دیگر تارگت کردن، چرا اونها رو تارگت کردی؟ ولی من دور خیلی شهروند هم توید یک یا شماره یک حدید من تو دو تا شهروند قطعی 3 و 4 رو تاچ کردی همین الان، همین الان 3 و 4 رو تاچ کرد جفتم شهروند. چیکار کنیم الان؟ 7 و 9 چرا شهروندن؟ اونا خواستن موزه من 3 رو ترن معرفه بیارم پایین، چرا شهروندن؟ تو برای من هیچ فکتی نداری؟ یا من گفتم شاید من ناتو باشم این قبلیم گادفادر، گفتی بین ما یه دونه چه فکتی؟ مایک 4 با چالش بفرمه نش شماره 8 صحبت کن قبل از من برگردون به این داداش. آقای شماره 8 داشت میخوای با من ساید بگیری؟ با دشواری نداریم که پاسپورتی امروز برقرارش بکنیم برادر من. تو دیروز واسه شخصی که یک بازی بوده پایان باز گذاشتی، گفتی چرا دارین به کسی که ران میکنه بازی یا به راننده بازی داری تارگت میزنید، بعد گفتی صحبت یکو میخوام گوش بدم. خب میخوای گوش بدی چرا دیگه به جوزف میگی چرا اونو تو روند بازی تحت فشار گذاشتی داری بهش تارگت میزنی؟ با خود چند چنگ داداش من، تو که قطع به یقین با ساید میگی با ساید میگیرم، فکر کردی داشت با کی داری بازی؟ بین 7 و 8 که قطع به یقین مافیا نشسته، من میخواستم بگم امروز ساید اونجاست که خود فتا چالش گرفت گفت جفتشون فرق فکت دارن. ببین شماره یکه میگه که تو باید 3 رو گردم گرفتشون، گفته ناتو هم، اولا که نگفته ناتو هم، گفته آقا چرا میگه بین 2 و 3 مافیا، شاید من ناتو هم اون گادفادر، شاید جفتمون مافیا باشیم، این فکتی که شماره 3. بعد آقا میگه تو من خودش بار اولین تارگت رو به جوزف بزنه دیگه، چون منو به این فکت مافیا داره، خودش میاد تش میگه جوزف تو اگر شهروند بودی باید این کارو میکردی. بعد سیاوش که جوزف و شماره 6 که جوزف و شهروند داره چیه؟ حالا فکت شماره 7 فتا تو باید یه پو تحلیل کنی، کسایی که یکم تحلیل کردن تحلیل کنی، بعد بیای بگی شما عجیب غریبید. در ادامه که همچین حرفی میزه شماره 8 تو باید مافیا یک به مافیا فتا میرسیدی یا که برگشتی گفتی فضا رو بهش تنگ کرده، تو به شماره 1 گفت به فتا گفتی که اگر اون مافیای بازی باشه تو باختی، ولی چالش رو میدم مهراب. مهراب بیا بابا، حالا شو آقا چالش بدید دیگه. با 7 و 8 به نظر من مافیا است، اونجا دو تا رنگ دیدم به جفتتون، این فتا برای من مافیا تره. حتی تو معارف فهمیده بودین یکی رو مفت دارن تارگت میکنه، 2 تا 6 زود نباید سایتون میبستی، 2 تا 6 سب کن حرف بزنن، یک حرف بزن ببین اونجا چه خبره، چون معارف تو اولین نفری بودی که گفتی آقا 2 تا 6 الکی دارن به یک تارگت میزنن، باید فضا بدن. خب چیکار میکنن اونجا تارگت میزنن نمیزنن؟ زود بود با بعد خودت به نظرم سایت بگیری، ولی به جفتتون یه رأی هیچ میدم. این دنیز تو به من میگه 9 باید تارگت میزدم مافیا قطعی من تو بودی تو معارفه، این 9 تو بازی فکتی که میخواستم بیارم رو واسه تو آورد به تو تارگت زاشو به 9 تارگت میزد. چون نوحه گفته بود 4 و شماره 6 به شماره 3 رو کاور نکنید، رو همین حساب اومده بود گفته بود شماره 7 شهرونده، چون بازی رو نمیدونم کشته یه روند مسیر رو برگردونده، مسیر رو کجش کرده، ولی تو گفته بودی شماره 4 و 8 با هم دیگه شهرونده، پس باید بهش تارگت رو میذاری، نمیدونم میتونی بفهمی یا نه، شهروندی که میفهمی. آقای شماره 1 یه فکت دیگه ای هم که داره میگه 3 و 4 رو مافیا دارم، این شماره 6 تو روز معارفه گفته من 4 رو کاور میکنم، اون مافیا شماره 3 هم نیده، شماره 3 رو کاور کرد 4 رو نیده، یکی به نظر من مافیاست.
مهراب اگه شهرانی شهرانم آجدی، اگه میخوای تارگت بزنی تارگت بزن، منم تارگتت میکنم، فکتم دارم برات. رضای نو قبل از من بابا بین 5 و 10 که مینیمم یه مافیاست، یعنی من 7 و 8 امروز میخوام یه حرکتی بزنم جفتتون رو با هم کاور کنم، میگم با هم نجنگید. این خانم دنیز من میتونه با آقای مهراب بگه بعد نوو تارگت میکردی، این نوع دیروز گفته که خانم 5 قطعی مافیاست، این دهم گفته ذهنش اینه ذهن منو، تنها کسی که بعد دیروز کاور میکرده من رضا بودم، به من هیچی نگفته، اومده دم در خونه تو، تو امروز پاشوی به من تارگت زنی با اون دیالوگ میکنی. دنیز که پروندهشو بستم قطع به یقین تو این بازی مافیاست، یعنی مهراب یه شهروند دیروز بعد میداش من بودم، اونم نداشتی حتما مشکوک، امروز با هم کاری نداری، دیروز گردن میزدید 5 و 10 امروز فقط. رضا من مشکلم این نیست که دنیز و مهراب بخواهشون مافیا نباشه، 3 تا سایت داخل بازی هست، یعنی 1 و 3، 7 و 8 و 5 و 10. خب یه چیزی که واضح هست به نظر خودم خود تمام رو داره دیالوگ مشکلی که گفت بین 7 و 8 تو رو اگه حتی گاهدادر بازی داشته فیلتر خواهدادره داره بگی بین 7 و 8 باز خورت میداری رو 8. خب از نظر من شو ولی کاری ندارم، من به نظر من یک مافیا تا 8 بود، دو تا فیلد دوره با تو دارم تو دو چالش شهرنداری، من یه اکت ازش دارم میگم، جایی که مکسش میگفت 3 و 4 من لایک شایان دیدم تو تنش تمدید صحبت نکرد، لایک شایان سر مکس رو من دیدم. خب تو روز معرفه تر تو داشت لایک که تو گفتی مکس مافیا، این دو روی شایان رو شهروند نه. چالش هم میدم به آقای مکس برمیگرم بیرار نداره. آقا رضا عزیزم میشه با من بازی کنیم روزو؟ این شماره ببین تا ترنی که چالش گرفته، شماره 1 به من چالش داده به من تارگت نزده، 2 به خود 8 تارگت زده، 3 و 4 به من تارگت نزده، 5 اسمم رو نیاورده، 6 به من گفته مستقیم شهروند، 8 تارگت این پاشده با من ساید میگیره به فکت روز معارفه. بستم پرونده شماره 8 من داداش. حالا شماره 5 رو نگاه کن خانم، شماره 5 این از تارگتی که تو زد من به مافیاش رسیدم، چجوری پا میشه این طرف تارگت میزنی خود نسبت به این وارد در دوانه میشی، تالش میدی به اون شماره 10 که اینو توی معارفه کاور کردین شماره 8 رو، بیا تو بازی چیکار کنه داداش؟ حرف درست رضا، امروز 8 رو میکنی به ساید من از بازی بیرون، فردا خودم با این 5 تو میام تو بازپرسی. خوبه رضا؟ 8 بچه‌ها تکتفا میاد تکتفا میره، جای دیگه تارگت نزنین. باز اینجا رو که رای میدم چون من فتح و شهرفن دارم. بچه ها نگاه کنید خب ملیکا داره چی میگه، این جوزفه بعدش ترش رسیده با من دیالوگ کرده، میگه من الان چی کار کنم، من داره خود شهرفنده گفت من ناتو هم دو گاتفادره بهش تارگت نمیزنی خانم ملیکا، تو مایکه شماره 4 بایی دنیز خب برو به جنگ شماره 10، نمیخواد با من سایدی، یه 10 داره تو رو از بازی میکنه بیرون، چجوری میای یه ساید جدید بازی میکنی؟ به نظر من 5 که مافیاست، 8 هم مافیاست. چلنج خانم ملیکا فتا اصلا شماره 8 دیروز به 5 تارگت نزد، یه دونه تارگت زد به من، یه دونه تارگت زد به تو، هی داری اینو میگی، تو داری با فکت اشتباه هی داری 8 رو گردن میگیری، فکتی که میاری اشتباهه. ببین شماره 1 که نوعات مافیاست، یعنی من حاضرم امروز گردن بگیرم، من امروز یه دونه تارگت هم نخوردم پس دکتر بازی منو سیو میده. به نظرم 5 و 10 با هم فعلا نجنگید، من اونقدر فکت مافیا، من اینجا براتون مافیا پیدا میکنم، بین 1 بین 7 بین 9 بین 8 بین 6 بقیه رو، 2 شو شهروند، 3 شو شهروند من، شو شهروند داداش بیرون، داداش بیرون، یه چی بهت بگم، من از کوچه پس کوچه پایین داره اومدم داره بازی میکنم، ما پول ورودی هم هیچکی نداده اینجا، اصلا واسش اهمیتی هم نداره واسه خراب کردن بازی، گردن گرفتی گردنت هم تو بازی من با احترام میشکونم تو بازی، اینجا تارگت مفت به من بزنی، سه تر نداری فکت دروغ واسه من میسازه، همتون اینه چی دارید مترسک نگاه میکنید، یه نفر داره تارگت پوش به من داره میزنه با نقش مافیایی که میخواشم خودش یاکوزایی کنه، میگه فلانی تو روز معارفه به 5 تارگت زده، فلانی چه تارگت زده که به اونم به تارگت تو رو شماره 2 بازی تارگت زده، همون فکت های شماره 2 داداش، تو هم فکت دروغ آوردی، کی من به 5 تارگت زدم که به تو هم تارگت زدم که میگی اون به منم زده، تو داری جفتمون با هم دیگه میزدی، فکت دروغ میاد برام اصلا اهمیت نداره، امروز 7 میاد دفاعی، ساسا میاد دفاعی، داش ببینم کی به کی میچره به تو بازی، من
سوالش رو میدم به آیش بذار آیش شایان بیاد تو بازی سوالش میدم آیش شایان سوال. ممنونم بابت چالشی که دادید. یه فکت برای شما رو بگم من دوستان، جنگ 8 و 7 رو فعلا میگم امروز بیخیال شد، ایشون این جنگ رو تو بازپرسی بیاید باز کنیم. جنگ 5 و 10 رو امروز باز کنیم. ببین شما رو 10 شما میگی بین 8 و 7 مافیا وجود داره. زمانی که خودشون این جنگ رو اعلام کردن که بین ما مافیا وجود داره، شما اونجا لایک نمیدید، یه چالش میدید که بین 8 و 7 مافیا وجود داره. اگر تو ذهن شما یه مافیا اونجا شکل گرفته بود، باید یه لایک اونجا خرج میکردید. حالا شما 4 چی میگه؟ شما 4 میگه 5 و 10 امروز جنگو بیخیال شید. شما 5 قبول میکنید که جنگو بیخیال میشم. مگه شما با شما 10 تو جنگ بودی خانم؟ شما 5 میگی من جنگو بیخیال میشم. خانم شما رو چا شهروند هم هستی، شهروند بدی هستی تو جریان بازی هستی، شهروندات بیمنطقه. 6 تا مافیا داری، هم نمیترسی امروز با رأی همه اینا بری بیرون؟ به نظر 6 تا مافیا داره دیک، 6 تا تارگ مطبوع اینا دنبال مافیا میگردم. این خانم دنیز به نظر من قطعی مافیاست. اصلا این مهرابه دیروز گفته یک مشکوکه، شهروندایی که کرده بیمنطق بوده چون مشکوک داشته یکو. این پنجه دنیز رو قطعی مافیا داشته. من گفتم این پنجه نوعات تو بازی باید میومده منو کاور میکرده. دنیزه میگه چرا نتی رضا رو تارگت کنی؟ خب چرا نمیری در خونه اون که دیروز کاور تارگتت کرده، گردنت گرفته، به من مافیات هم هیچ چی نگفته، اظهار نظر کرده، گفته حرفاتو دوست دارم. خانم دنیز ببین فتا امروز 8 تا بکنی بیرون فردا میری یا شهروندی مهم نیست، امروز 8 تا بکنی بیرون چون این چاره دو لبه است. چالش با برم گردونم پنج رو. ببین من روز معارفه دهه به من تارگت زده، چالشه رو بهش دادم، گفتم مهراب اگه شهروندی شهروندم و به این نوحه باید تارگت بزنی. آقای شماره اینو معتقده که من و شماره ده با هم دیگه یاریم، دیگه مینیموم یه دونه مافیا اینجاست. بعد آقای شماره یک بازی آلین کردیم تو بازی تورنمنت تو 10 نفر، من و ملیکا و شماره نمیدونم 4 و 5 و 8 و همگی آلین کردیم تو رو بکنیم بیرون، درسته؟ یکی که نواز از نظر من مافیاست، نوها مشکوکه. من 7 و 8 رو نمیدونم، من اصلا نشنیدم تو اصلا به من تارگت زده باشی روز معرفه، نشنیدم 7 و 8 رو اسپریم برای باز در نمیاد اینجوری که آقا من شهروند باشم که مافیاست نیست، تارگت نمیزنی خودت. 9 تو بازی مافیاست با یک شاره، پس تو خودتو نه سایده صاحب مجلس داره میگه نه باید چی میگه شما رو نه معارف ذهنت با هم یکی بوده. گفتم ذهنت با من یکیه، سرویس کردی من، شما نگفتم شهروند دوست داشتم بهت بگم شما ذهنت با هم یکی بوده. من برام 4 فکت مجزای شهروند داشت، 8 مجزای شهروند بوده. آقا اگه شهروند گوشت قربونیه میکنیمش بیرون، نبود خود فتا میکنیم بیرون. فکت های فتا راجع به ساسان از نظر من درست نیست، دو تا فکت دروغ آوردی فتا. با احترام من رأی یک به جفتتون میدم، ولی بازم میگم دفاع فکت درست نیاری به خودت رأی خروجه رو میدم، چون بین شما مافیا هم نباشه مهم نیستش، باز رو خراب شده جفتتون میگم. من نمیدونم لات کوچه خلوت هم یار گردن میگی 7 8 5 و 9 یه مافیا نشسته جوزف وارد بازی نمیشه، عجیب غریب. متشکرم بچه‌ها، روز یک تموم شد صحبت ها با چالش ها. میخوام رأی گیری رو آغاز کنم. اول یک رأی انتخاب برای بازی اینجوری رأی گیری میکنم: 1001 1002 فریز دستا پایین، چون خیلی بچه ها میخوان همه دست گیری میکنن، همه دستا پایین. رأی گیری برای گاد بازی 1002 فریز. متشکرم. لک زیاد تلاشی ندیدم. 4 رأی دفاعی است از مایک 1 به طرف مایک 10. رأی گیری برای مایک شماره 1 مکس 1001 1002 فریز. 3 رأی، رأی 4م تأخیری بود. رأی گیری برای مایک شماره 2 1001. 5 رأی. چند لحظه صبر کنید. علی کنه اگه رأی بود داورا به من اطلاع میدن، پس داورا اطلاع دادن اون میگم دفاع. رأی گیری برای مایک شماره 2 1001 1002 فریز. بینگو. رأی گیری برای مایک شماره 3 1001 1002 فریز. بینگو. رأی گیری برای مایک شماره 4 1001 1002 فریز. یک رأی، یک رأی هم دزدی حساب میکنم. رأی گیری برای مایک شماره 5 1001 1002 فریز. 4 رای، مایک شماره 5 دفاع. رای گیری برای مایک شماره 6 1001 1002 فریز. بینگو. رای گیری برای مایک شماره 7 1001 1002 فریز.
یک و دو و سه و چهار رای، مایک شماره هفت هم دفاع. رای گیری برای مایک شماره هشت، 1001، 1002، فریز، یک و دو و سه و چهار، پنج رای، مایک شماره هشت هم دفاع. رای گیری برای مایک شماره نو، 1001، 1002، فریز، یک رای. رای گیری برای مایک شماره ده، 1001، 1002، فریز، دو رای. سه نفر تو دفاعی هستن، چند لحظه صبر کنید چک کنم ببینم رأی مایک شماره یک درست بوده. سه نفر تو دفاعی هستن، مایک شماره 5، 7 و 8. هر کدوم 45 ثانیه خواهش میکنم زمان دفاعی. مایک شماره 1 4 رای آورده، مایک شماره 1 هم تو دفاعی هست. مایک شماره 1، مایک شماره 5، مایک شماره 7 و مایک شماره 8. چند لحظه صبر کنید، یک نفر پرید. مایک شماره چند بود؟ مایک شماره 4 بازی از بازی رفتش، باید صبر کنیم. مایک شماره یک هم دفاع است، اینم تو دفاعی روزی یک بیارم. پس مایک های شماره 1، 5، 7 و 8 تو دفاعی هستن. خوب توجه کنین، اونایی که تو دفاعی هستن 45 ثانیه اندازه یتن صحبت دفاعی دارن. خواهش میکنم زمان دفاعی اکت نبینم از بچه ها. کسایی که تو دفاعی هستن با ذهن پویا برای خودشون دفاعیشون رو برن. مایک شماره نه، متشکرم. 45 ثانیه دفاعی از مایک یک به طرف مایک هشت. 1، 5، 7 و 8 بفرمایید. 45 ثانیه. ببین جوزف یه بار دیگه باید دیالوگ میکنم، اگه به من رأی بدید من فقط تو رو وصیت میکنم، چون من به تو رأی ندادم، یه رأی کشیدم زیر کسی که تو گفتی ناتوه، تو گفتی من ناتو هم، طرف بهت رأی نداده. من تو خودت با من دیالوگ کردی، طرف هنوز تو روز معارفه مونده. آی سیاوش، آی شایان شماره دو، اصلا تو طول بازی من اسم تو آوردم کشیدی زیر من یه رأی تأخیری، من اصلا اسم تو رو آوردم. تو رأی میکنی رأی بکشی همینجوری گلخی به من که قطعی رأی نمیدی. من شو شهروند هستم، چون هم کسی که به من گفته شهروند، هم خودم بالا هستیم فتای شماره هفت، بهش گفتم فتا امروز با تو بازی میکنم، هم خودم بالا هم، هم فتا بالا هست. مایک شماره پنج بفرمایید. آقا من رأی یک شماره یک رو ملیکا رو خیلی شهروند دارم، یه دونه فقط جوزف، اونم چون ورود به بازی نکرد، وگرنه جوزف هم مافیا ندارم چون چالش نگرفت، یکم مشکوک بود. آقای شماره اینو معتقده که مهراب یار من، من شب باش چشم باز کردم، فردا بلند شدم باش دیالوگ کردم، با رأی مهراب اومدم بالا. دوباره آقای نوح نه قانع نشده، مهراب از ترس شماره نوح داره دنیزه رو میفروشه دیگه. ببین آقای شماره هشت هم آخه داره میگه ساسان مافیاست، چون روز معارفه منو گردن نگرفته، در حالی که ساسان روز معارفه تارگتر رو به تو زده بود. یه فکت اشتباه دیگه که داری میاری، میگی که دنیز چرا تو خودت به ساسان نمیزنی، اصلا یه حرفایی رو میزنی، مثلا داری میگی سویه گفته من ناتو هم، من نشیدم بگه من ناتو هم، هشته به دنیز تارگت زده، من اینا رو نشیدم. این من به شماره یکم رأی نمیدم، لطفا شهروند امروز. متشکرم، کار خوبی میکنیم. منم میگم به 1 و 5 رأی ندید، درسته؟ یه بار دیگه فکت شماره 8 رو براتون میارم. شماره 8 در معارفه 1 و 2 رو مافیا داشته، اینو که قبول داریم. 1 و 2 مستقلا قبل از صحبت کردن من پاشودن به من 8 رو تارگت کردم، پاشودن به من تارگت نزدن، به شماره 8 تارگت زدن، گفتن مستقلا با فتا بازی میکنیم 8 از بازی خارج بشه، درسته؟ 3 و 4 هم 1 و 2 رو مافیا داشتن، یعنی یک تارگت زدن. این در نقش شهروندی باید با من تا دیالوگ میکرد، از 3 و 4 مدد میگرفت برای خروجی بین 1 و 2. باشه، متشکرم. یک نفر پریده، 20 ثانیه از صحبت شما باقی مونده. باید صحبت کنم من. سب کن مایک شما 8 آقا ساسان. یه نفر از بازی پریده، بازم فکر کنم مایک شما
ده بوده، باید منتظر بمونیم مایک شمال ده برگرده که صحبت تا ادامه پیدا کنه. فکر کنم مایک شمال ده برگشتن. مایک شمال ده تصویر بده. متشکرم. 20 ثانیه از دفاعیه. مایک هفت. متشکرم. همزمان باید من به 3 و 4 مثلا من به 3 و 4 دیگه تارگت نزدم، باید توی لایه 2 میگفت فتا شهرونده، توی 1 و 2 دنبال مافیا میگشت، 1 و 2 رو رها کرده پاشده مستقلا با من. حالا فکتش برای من چیه که من اومدم پوشش کنم برام یکوزایی کنم؟ منم بهتون میگم یکوزایی نمیکنم. دکتر علل حساب یا سیف پای من میندازه. آیه مهراب یه رای میدی به شماره 8 قرار ساید من از بازی خارج بشه. متشکرم. اوکی من صحبت کنم داداش، من از پدر خودم هم تو زندگی مدد نمیگیرم که از کسی تو بازی مافیا مدد بگیرم. فکت دروغ آوردی میری بیرون. من شات شدم تو روز برم بیرون، تو یا با نمیدونم با اسپورسی برم بیرون، فقط تو رو میکنم بیرون. فکر کردی با کی داری پلی میکنی؟ فکت دروغ ترنش میاره. انگار 60 نفر دک نشستم، من مثلا یه گوسفندی ام که بدون آب، بدون که آب بدم میخوام بکننش بیرون، طرف داره فکت دروغ واسه من میاره. واسه چی باید من اینو ول کنم؟ فکت اینو میدونی چی به من میگه؟ میگه اون روز معارفه منو گردن نگرفته. فکت بعدی میگه خانم دنیز رو تارگت زدی که من اصلا تو روند تو روز بلایند بازی اصلا به خانم دنیز تارگت نزدم اصلا. چالش امروز گرفته دوباره میگه 8 مافیا سمت چه داره به فکت معارفه من تارگت میزنه. کار نداره که 3 نفر گفتن میخوان با من بازی کنن، 3 نفر داشت بیان تو کوچه خودشون بازی کنن، به من ربطی نداره. تو منو گردن گیر. متشکرم. دفاعیه 4 دوست عزیز رو شنیدین. میخوام رأی خروج آغاز کنم. اول مایک 1، بعد مایک 5 و بعد 7 و بعد 8. 4 رأی خروجه. رأی خروج برای مایک شما 1 مکس، 1001، 1002 فریز 1 رأی. رأی خروج برای مایک شماره 5، 1001، 1002 فریز 2 رأی. رأی خروج برای مایک شماره 7، 1001، 1002 فریز 2 رأی. رأی خروج برای مایک شماره 8، 1001، 1002 فریز 2 رأی. کسی از بازی خارج نمیشه، تصویرها بسته، بریم فاز شب، هیچ تصویری باز نباشه. سیستم ها باشن به جز مایک شماره 6، بقیه دوستان تصویرها باز. مایک شماره 5 لطفا تصویرتو باز. استاندارد بازی اعلام وضعیت میخوان، رأی نمیاره. و اما بازپرسی داریم. اول مایک 4 30 ثانیه و بعد مایک 1 30 ثانیه. هر کدوم 30 ثانیه بفرمایید. آها ببخشید حواسم نبود. آقا دیتا شهروندی من که وسطه، یعنی دهم به من گفته شهروند، نوه گفته اگه شهروندی خیلی شهروند بدی هستی. گفتم یه سایت بین 7 و 8 هیچ کدومش خودشون به من تارگت نداشتن. دنیز گفته من خیلی شهروندت دارم. شماره 3 جوزف گفته که به 2 تا شهروند تارگت زدی، یعنی 3 و 4. خودم هم که انقدر شو به 2 نمیگم شهروند وقتی تارگتی نمیخوره اگه یارم باشه. دیروز 4 نفر رای دادیم به این شماره 1 اومده تو دفاع. قاعدتا باید امروز خروجی بازی شماره 1 باشه ساید ما، 4 نفر مشخص شه. چون من 2 رو که نخوام دنیز، امروز شما خداحافظی میکنی ساید من تو بازی در میاد، چون من باهاتون دیالوگ کردم باز به من رأی دادی. نمیشه آقا امروز شما میری بیرون وصیت میکنی گرفتی که مکس مافیا هست، 3 روز رو گردن من هستی، نه دیگه راه برگشت نداری. امروز تشریف میبریم بیرون، ساید من تو روز خونده میشه که آیا شهروندی یا مافیایی. حالا اگه شهروند بودی من بعد شما نکس میدم. امکان نداره شما شهروند باشی، غیر ممکنه. من جایی از بازی نمیرم بیرون.
نه اینجا که هر کی از بازی به من رأی بده، حتی یاراتون هم الان به من رأی بدن شو میشن، چون که دیتا شهروندی من ریخته وسط دک. حالا یه لحظه من گوش بدید، فکت مافیایی این شماره یک چیه؟ کل بازی میگه یه دو سه گفتن ناتو گادفادرن، چرا به اینا تارگت نمیزنی؟ خودش با سه داره دیالوگ میکنه، خودش با سه دیالوگ میکنه داداش منو ول کن، خودش به دوه میگه، مگه من اسم تو بردم که به من رأی دادی؟ بعد من کی به تو رأی دو دادم که تو روز روشن داری دروغ میگی؟ من کی به تو رأی دو دادم گفتی با دیالوگ کردم بهت رأی دو دادم؟ نه نه، مثل این که حواست تو بازی نیست. اصلا من نگفتم تو رأی دو به من دادی، گفتم تو میگی کل بازی رو گفتن دو سه ناتوه، وقتی که تو دو سه رو تارگت نمیزنی خیلی مشخصه من تو رو تارگت بزنم که اونا، چون اونا بعد از تو بعد از اونو حرف زدی، یه دوه گفته نه من، سه گفته نه من ناتو هم دوه گادفادر منه، تو چجوری تو مایک شماره چهار بسی یکی که گفته من ناتو هم بهش بگی شهروند؟ امکان نداره تو شهروند باشی، تو شهروند باشی من حذف شده است، اصلا مهم نیست برای من، اگه رو تو تبر میزنم تو بازی منو خراب کردی، امکان نداره تو شهروند باشی. متشکرم، میریم یه خواب نیمروزی. به جز این دو دوست عزیز، منتظر اکت بازپرس هستم تو پیوی، به من اکتشو بده. اکت بازپرس، بازپرسی ملقا نمیشه. دو مشت بالا از ما که ده یک عدد بگو. یکی ما که نه یک عدد، ما که هشت یک عدد، ما که هفت یک عدد، ما که پنج یک عدد، عدد ما که سه یک عدد، ما که دو یک عدد، ما که یک وصیت. باورم نمیشه اصلا، یعنی حتم نمیده شما چه جوری رأی دادیم به من، درکتون نمی کنم واقعا. بذار یه وصیت حداقل بکنم. بین دو و پنج مافیا هست به نظر من، با ملیکا کار نداشته باشه. بین دو و پنج یک عدد مافیا هست، با ملیکا کار نداشته باشه. متشکرم، بیارش پایین. سایت سیاه بازی مافیا. سر صحبت رو آغاز میکنیم، از مایک ده به طرف مایک شما. یا آقای جوزف داشت، سب کن سب کن سب کن با ما، از مایک ده به طرف مایک دو با چالش بفرمایید. ترافیکی شدم جوزف رو. مرسی بابت چالشه. آقا جنگ هفته هشت رو امرو نمیخوام، درست سریم برای دیروزتون رو من داشتم، درسته؟ آقا درست سریم برای انده بازی رو من داشتم، آقا فتا به یک تکی تارگت زدم، تو جنگ هفته‌اش هم دیروز دخالتی نداشتم. بین شما دوتا یک کدومتون به مافیا رأی داده تو شهروندی های فتا؟ فلیس شد، وقتش هم تمام شد. الان میگیم صدا رو دارت، میخواد تصویر رو عوض کنه، از مایک ده چالشش رفته، ترن خودت برو، مایک شمایی ده بفرمایی. اومد مایک سه، جوزف اومد، جوزف رو بیار بالا. متشکرم، امیدوارم که دیگه نتی کسی نره. مایک شمایی سه رو بیار بالا، مایک ده ترن خودت برو، جوزف رو بیار بالا. جوزف کیو تارگت شده؟ نه فهمیدم آخرش هفته باش شهران بشن. من نیستم آقا، برادرم من. ببین من ساسان، من ساسان رو شهران داری یا نه؟ من استارت رگیری به مافیا رای خود شد باز پرسی. ساسان دومین نفری بودی که به مافیا رای دادی. ما دو تو رای دادیم این هفته، آقا جنگ شهروندی بود، حتی اقلش یه شهروند دخیل بود، اون ساسان هم رای خود شده به یه مافیا رای میگم شهروند. به نظرم دو تو شهروند به هفت رای دادیم.
دو تا مافیا رای میدادن و فرش ساسان رو میخوردن، رای میدادن و میشارنش رو رای ندن. چیزی که من دیدم دو رای داشتش، اونجا مافیا هست به نظرم، فتا مافیا سین رضا دینیز دی به نظرم شهروند داشت. الان میخوام پرو بدوزمت به همون هفت دینیز رو کاور میکنم. دینیز دیروز رای یک داد، یک رو برد بالا. چکرم مایکه نه با چالش بفرمایید. چالش هم میدم به فتا اگه هستی صحبت کن. فتا ببینید رفقا، بازی مافیا یک اسلوبی داره. این شماره یک تمام روز رو زحمت کشیده که به من بگه شهروند این هشت رو از بازی بیرون کنه. سه بار به شماره هشت گفتم تو اگه شهروندی باید با من دیالوگ کنی، بگی باید یک رو از بازی خارج کنیم، درسته؟ یکی که دیروز با من بازی نکرده هشت رو بکنه بیرون، امروز خونده مافیا. قبول دارید اینا رو؟ پس در لایه دو دیالوگ های یک با من یار به یار نیست، رفتار یک با هشت یار به یار. پس آقای مهراب، آقای جوزف شهروندی میکشین کنار، به شما مربوط نیست که اینجا دعوا شهروندیه. شما این سایدو موظف. متشکرم. نه دیگه پت تا تو دیگه شهروند نیستی، چون با فرض شهروندی خودت و شهروندی من باید چهار رو نقاط کنی و بگی دو تا مافیا تو بازپرسی بوده. چون این صحبت رو نمی کنی، تو باید چهار گردن بگیر. دیروز هم رای دو داده. ببین من رای دادم که منو شهروند داشتی از دیروز، دیروز با هم دیالوگ کردی، خودت هم شهروند داری. ما دو تا شهروند رای دادیم به این چهاره، فول مافیا فروخت. نه فتا امروز برو دیگه، امروز دیگه نمیذارم هشت رو تارگت کنی. فتا چی آیه شماره سه؟ به این فکتی که میگم ما ببازی الان فتا فقط بعد میگم چهار مافیاست، گردنش میگم دو تا مافیا مونده تو بازپرسی. برای اند دیروز هم عقب میگیرم فعلا. چالش من صحبت خانم ملیکا رو بشنوم. ببین من صحبت بکنم، امروز که 9-7 رو میدوزم به هم، دیروز یه هفته فتایی با فکت اشتباه داشته، یه شو شهروندی که رأی داده امروز به مافیای بازی رو تارگت میکرده، امروز رأی بازپرسی شو داده به من شهروند، یه نوهی هم تارگت رو بین 5 و 10 که جفتشون رأی دادن به مافیا داره چیز میکنه. بگه مافیاش منم، مگه میتونه بگه مافیاش منم؟ من یه دونه مافیا داشته بودم گفته بودم یک نوعات، گفته بودم شماره یک نوعات مافیای منه. بعد مثلا مگه میتونه بگه الان من مافیای بازیم شماره 9 میدوزمتون؟ من صحبت کنم آیه فتاتا داشت، ما کشش بازی لایه 2-3 نداریم. ما کلن تو این چند سال لایه 1 فقط بازی کرد. لایه 1 چجوریست؟ چیست؟ جواب میدم. دو نمره داره داداش. لایه 1 یعنی شخصی که به مافیا تارگت زده است، رأی داده است، شهروند است تا 2-3 روز. شخصی که به مافیا رأی نداده است، مافیاست. پس تو امروز میری بیرون. نکته دوم، سه بار فکت دروغ آوردی. با کسی که فکت دروغ آورده دیالوگ کنم که فلانی رو تارگت بزنم؟ نکته چهارم، تو اصلا دیروز نگفتی که به یک تارگت بزن، گفتی سه نفر دارن منو کاور میکنم به تو تارگت میزنم. باید به اون سه نفر تارگت بزنی. سه تا مافیا شما شهروند جمونگ تو روند بازی کاور کردن که به من تارگت بزنن. پس شما داداش یالا ماشاءالله کن علی حساب به گلای جوزف، امروز میری بیرون رهسپار رو بهشت زهرا میشی. امروز فقط هفت میره. چالش هم میدم به جوزه قبل ما صحبت قربونمون. چالش شهروندیش بشم. 7 و 8 رو دیدم تو ایندک شهرونده ها نیمیذارم تو مافیایی با اون 10. ببین من تو برایند ذهنی خودم دیروز 2-3-4-5 رای یک دادم به اون یکی اومده دفاعیه، میگیرم خالص شهروندی اینجا رو. 7 و 8 و 9 و 10 اون 9 دیروز کل فورسش رو گذاشته روی 10. توی بازی میگفته فقط 5 و 10 دفاعی 5 برای شهروندی بوده، به اون 10 تارگت زد. امروز ساید 7 و 8 هم میخواد باشه. آیا ساسان تو بازی میری بیرون؟ حالا چرا آیه رضای شماره 9 دو تا مافیا توی بازپرسی داشتی؟ داشتی دیگه، چیکار کنم داداش؟ ببین آیه ساسان، دوره لفاظی های بازی مافیا خیلی وقت تموم شده، کجا گیری؟ برگرد بازی کن. سلام. ببین رفقا، شما چرا، ببین جوزف نگو بین ما دو تا شهرونده. شماره یک مافیا رفتار شناسی کن. شماره یک مافیا تموم ترن خودش رو به من گفته شهروند، درسته؟ تموم شد. این طرف باید با من شهروندش رأی میداد. آقا من این شماره 6 رو شات کردم یاشتو بکنم بیرون، من و شماره 6 رأی دادیم اون شهروند خونده. ببین شماره 6 چرا پوش نشده؟ چرا پوش نشد این شماره 8 از بازی؟ شما میگی آیه رضا دو تا مافیا تو بازی بوده، این شماره 4 داره 8 قفل میکنه. قبول داری؟ پس توی 7 نفر 8 نفر شهروند با کلاس میاد یه کار میکنه، یه رای میده به 7، یه رای چی
چهارمیشون من دوباره میرم مهراب بعد من صحبت کنه. مسخرمون که نکردیم، دیروز با مهراب دیالوگ کردم، مهراب گفته دنیز از شهروندی من مافیا کیه، گفتم شماره یک، یک بازی تو بازی مافیاست، نه تو بازی مافیاست، فتای شماره یک نمیخوای به این شماره نه تارگت بزنی. دیروز الان رسیدی به شهروندی من دیگه، دیروز با این شماره دو رای دو کشیده زیر من با فرض این که من شهروندم باید به این شماره دو تارگت بزنه، داره میگه تو بری بیرون، تو همچنان داری میگی این شماره 8 که لااقل دنگ داده، شماره 9 دنگ نداده به مافیای تو، این شماره 9 دنگ نداده به مافیا، الان داره میگه تو مافیایی، پس باید امروز فقط شماره 9 از جریان بازی خارج بشه. دیروز دو تا تارگت داشتم، دو تاشم مافیا بود، این شماره 9 فقط 9 میره، من فقط به این شماره 9 رای میدم و این شماره 2. شماره 2 بازی تو قبول داشتی که استرس داشتی تو بازی دیگه، درسته، فقط به من خورده میگیری که چون خودت هم یعنی زیاده گوشتون شاقان داریم من گیلی با هم بازی کن رو هفت و هشت من صدام اوکیه تصویرشون فریز دارم اکثرا یکی رو مایک هم کاشم تصویر تو ببند که صدات بهتر باشه تصویر آره بزن صحبت کن ببین امروز که نه تو هفت و هشت امکان ندارد که دوبلی شاقان باشن من شاقانم رای دادم ساسان هر چی که هست رای داده به یه مافیا وضعیت بازی قرمز نیست زردم سیفه تو هفته هاش نهایی فتا فهمیده بود یکی شهرمند ساسون رو تارگیت کرده بود اون یکی به خود هفتم رای نداده بود پس امروز های فتا از جنب بازی میره بیرون ساید بازی در میاد فتا بخوند مافیا جو... چالش بدم به نو نه برمیگردونم به شماره هشت بازی فکت شهروندی که فتا برای خودش میاره چیه؟ که یکی با من بازی نکرده رای بده به هشت. خب داداش اگه شما دوتا با هم یار بودید نمیومد دوتای سایدشون رو قمار کنه روی شهروندیه. مگه میشه مثلا اینو فکت شهروندیه خودت و مافیای شماره هشت بازی کنی؟ حالا کاری به این ندارم. ببین دنیز دو هم دیروز رای یک داده بود به یک، هم امروز چهار رای رفته بود، من دو رای بودم، نمیتونست رای رو برابر کنه موقعی که به من رای پد دو شهرونده، پس امروز یه رای میدیم به شماره هفته بازی که نوعات مافیاس، هم رای بازپرسی شو داده به من، نه نمیذارم شماره سویستا بده، هم رای بازپرسی شو داده به من، هم به یه شو شهروندی به اسم شماره هشت بازی تارگت زده، هم کلا دو تا رای داشته. امروز هشته رو معتقدیم شهروند دیگه، با مافیا با دست ما بازی میکرده هفته پوش میشده، امروز منو شما من صحبت کنم. آیه جوزف داداش ببخشید، چهار دیروز گفته من مافیام، پنج خانم دنیز دیروز به من رأی داده، نو گفته با فلانی بازی میکنم من برم بیرون، آیه مهراب گفته بین اینا مافیا در میاد، دو گفته اونم مافیاست. منو هفت هشت تا داریم زرگری میزنیم. امروز هفت میره بیرون، تک رأی میره بیرون، تک رأی میره بیرون. وصیت من به عنوان شهروندی که استارت خروج به مافیا رو شروع کردم با مهراب شماره 10، جوزف آیه شماره 3، جوزف قطع به یقین دیگه مافیاست، یعنی هر آن احتمال داره که منو پوش کنه دارک زن. چالش برای فتاح بعد من صحبت کن پروشونم برم دارک بزنم. من و فتاح با هم باید یار باشیم قطعی تو دک، باز تو نباید الان جنگو بیاری سمت من ساید جدید ایجاد کنی، مشخص باید همون هفته بیشتر تارگت کنی، گادفادر هم بپریدم جلوش، تو باید اول گادفادر رو بکنی بیرون، چرا به هفت تارگت نمیزنی؟ جوزف تموم شده است، اون مهراب دم دیدم تو بازی مافیاس. آقا دو سه چهار پنج رای یک مافیا بودن خانم دنیز، پس شما دوتا رو من میگیرم شهروند، خودم شهروند، این شماره دو هم شهروند، توی هفت و هشت بگیری یه دونه مافیا کل دش نه میگن شهروند، مافیا آخری کجا میشه؟ قطعه به یقین مایک ده. ده و هشت رو دیدم مافیایی داد با هم مافیایی نکس باشه. بچه ها بازی مافیا رو یک روانشناس طراحی کرده، یک ریاضیدان طراحی نکرده، پس باید روانشناسی نگاه کنین. آقای شماره هشت دیالوگ میکنه میگه من فکت لای دو و سه تو رو اصلا قبول ندارم، پس فکت های لای دو و سه من روش میشینه، میگه بیا بیسیک بازی کنی، من رای دادم به مافیا. یک دو میگه جوزف یار منه، میخوایم امشب بریم دارک بزنیم، خب من مافیام برم اون دارک بزنه خودشو بکنه بیرون، کی با کی میخواد بازی کنه؟ من مافیا رو میخواد بکنه بیرون، جوزف یارم بره دارک بزنه، کی مونه تو بازی؟ یه رای میدین به هش از بازی خارج، تمام ذهنشو براتون تحلیل کردم، یه رای میدین تک دفاع هش میاد، تک دفاع هش میره. مایک دو آخرین نفر آخرین چالش
شماره 4 صحبتون قبل از من. ببخشید. ببین شماره 9 تنها شانس این که به دگیم شهرون اینه که به امروز به 7 رای بدی. یا هفته میدونی چی بوده؟ گادفادر بوده تو گروه به یکی گفته موزه منو میبری بالا برمیگردی میگیم. دیروز من بودم رای 2 دادم به شماره 7 بازی. چی شد؟ میگه 8 و 10 رای دادن. تو هم رای دادی شماره 10 بازی به شماره 7؟ آره به 9 هم کاری ندارم. فقط 7 میره بیرون. شماره 3 رو به حسابت میرسم. فعلا فقط 7. مگه میشه الان مافیا 10 باشه؟ ببینید دوستان، همیشه باید ابتدا به مسائل نگاه ساده کرد بعد نگاه پیچیده. ما یه پلیر شماره 7 داریم، دیروز اومده دفاعیه، تو دفاعیش گفته که به نظرم ما هممون شهروندیم، یعنی تایزنش معتقد بده بعد از دو تا شهروند ایشون اومده تو دفاعیه گفته، یعنی عملا از شماره یکی حداقل از یک مافیا، چون یک و پنج تو دفاع بودن قبل از خودشون، از یک حداقل یا از یک مافیا دفاع کرده تو بازی. به این فکت ایشون مستحق خروجن توی بازی. رای پاسپورتی هم که مافیا ندادن، مافیا هم که به ایشون هیچ اطمینانی نداد، هیچ پس مافیا هیچ انرژی واسه خروج ایشون از بازی انجام نداده. پس امروز شماره 7 در بازی خارج می‌کنیم. بعد مافیا بعدی نه، به نظرم اگه ببینید شما ریسپ شما با این کاری که دارین می‌کنید می‌تونید به من حس بده که آگاهانه رای دادی به پاسپورتی دادی به مافیا بازی. متشکرم بچه‌ها. روز 2 تموم شد. یه رأی امتحانی میگیرم برای گاد بازی، ببینم وزنتاتون چطوره. رأی برای گاد بازی 1001 1002 فریز مای که 10 رأی تو بده. اگه تأخیری بود تو برای من نوشتی که مای که شماره 10 به کی رأی میده. رأی تو بده، من رأی تو رو تأخیری حساب میکنم چون رأی تو پیوی برای من نوشتی. میخوام رأی گیری رو آغاز کنم. رأیگیری برای مایک شماره 10 1001 1002 فریز 1 رأی. رأیگیری برای مایک شماره 9 1001 1002 فریز 1 رأی. رأیگیری برای مایک شماره 8 1001 1002 فریز 2 رأی. رأیگیری برای مایک شماره 7 1001 1002 فریز 2 و 4 و 5 رأی. رای گیری برای مایک شماره 5 1001 1002 فریز بینگو. رای گیری برای مایک شماره 4 1001 1002 فریز 1 رای. رای گیری برای مایک شماره 3 1001 1002 فریز 1 رای. رای گیری برای مایک شماره 2 1001 1002 فریز بینگو. تکتفا مایک شماره 7. یه تارگت یه کاب. تارگت هم میدم با آقای ساسان، کابر هم میدم با آقای جوزف. اول تارگت 40 ثانیه 30 ثانیه برو. جوزف من موزم تو این بازی از تو 60 کیلومترم بالاتر داداش. آره داداش. میری چی کار میکنم تو این بازی؟ گریت اشک تو در میارم تو بازی. اشک تو. امروز هفت میره بیرون. هفت بعدی میشه. یه نفر از کل طول بازی فقط فکت دروغ واسه من آورده. جوزف میگه بین 7 تا 8 مافیان باشه 8 تا شهروند بازی. اوکی داداش 7 شهروند. اوکی 7 شهروند رو میکنم بیرون. فردا تو چه گفتی شهروند رو من میکنم بیرون. خیلی خب من صحبت میکنم. ببین بله بفرمایید. پلیر مایک 8 هیچ تحلیلی از بازی نداره، داره با موضع بازی میکنه که امروز من موضع دارم پس باید اینو بکنم شده که بیرون فردا برسید به مافیایی من. حالا اون هفته دیروز اینو همینجوری داشت تارگت میکرد، این میگفت این مایک 10 بلند شد گفت یکی همینجوری یکی بره بیرون ساید اون یکی در بیاد، فکتاتون باید خیلی قوی باشه. الان هم همینجوری شده دیگه. تو چرا الان موضع داری تو دک اونو داری یاد دک میکنی بیرون دعیه به تو گیر نمی که با موضع داری نمی کنی دیگه دونه فکر نمی داری شخص اینا شکرم اکت نبینم 45 ثانیه تن دفاعیه مایک 7 بفرمایی. ببین آقای ساسان، برای گوشی یکی مثل من تو موظف یار فروشی کنی، تو باید یار فروشی کنی وگرنه توان این که بخوای من حتی تو دفاع بیاری هم نداری. یار فروختی ولی فکر میکنی که خیلی پلیری. ببینید رفقا، این شماره یک خونده مافیا
به شماره 8 شهروند شما، شما فکر کنین من مافیام، این شماره 1 هم مافیاست درسته، این مافیا تصمیم گرفته به این شماره 8 رأی نده درسته، این شماره 8 در بازپرسی به شماره 1 رأی داده، متوجهین؟ به شماره 4ی که با خودش به من رأی داره به شماره 1 رأی داده، قبول داری اینو؟ شماره 1 بره بیرون بعد کیو وصیت کنه؟ بعد بگه فتا اشتباه کردم، بعد 8 دوباره فردا از بازی کارش کن، وصیت کرده بین 2 و 5 مافیاست، به 4 هم کار نداشته باشه. متشکرم. دفاعیه رو شنیدین؟ 4 رأی رأی خروجه. رأی خروج برای مایک شماره 7 1001 1002 فریز 2 4 6 رأی. وصیت داری فتا؟ ایراد نداره بچه، شما تصمیم گرفتین با کسی که توی کوچه لات کوچه بنبسته بازی کنید، هیچ رادی هم نداره. ببین آقای ساسا همینه، فقط باید یار بفروشی بتونی ما نزدیک بکنی بیرون، فقط باید یار بفروشی. بعد از امروز دکتر الان فقط برای اینکه دارک نزنیم به گفته آقای ساسان که مافیا آخر خودشو دارک نزنه، دکتر جوزف رو سیو میده، متوجه دکتر بازی؟ تو موظفی جوزف رو سیو بدی، موظفی جوزف، چون من رفتم بیرون، من ساید من هنوز در نیومده، متوجه؟ چون نمیدونین هشتیه، پس باید مایک 3 سیو بشود در این بازی، شب نشه صبح بشه موجود جوزف شاد شده باشه، چون من بعد از بازی دیگه اینجوری اینقدر محترمانه با تو صحبت نمی کنم. جوزف رو سیو میکنی؟ آی جوزف موظفی 8 آی جوزف مافیا. متشکرم، لطفا تصویر تو ببند. پس تصویرها بسته، میریم فاز شب، همه تصویرها بسته. سه دو یک روز میشه و تصویر باز. دو چهار شش و هفت نفر تو بازی. اعلام وضعیت میخوایم؟ بله، اولین اعلام وضعیت شما تایید میشه. از جمع شما 3 نفر رفته بیرون، 1 مافیا، 2 شهروند. سر صحبت رو آغاز میکنیم، از مایک شماره 4 به طرف مایک شماره 5، 4 5 8، با چالش بفرمایید. شماره 3 صحبت کن. فکت ریاضی شماره در امرو 7 8 واقعا میره دیگه، درسته؟ دیروز یه سری اعداد هندسه چیدی رو تخته، گفتی تو هفتهش قطعی هست. بسم الله، نهار آماده است، نهار آماده است، مایک 8 داداشه، یالا ماشالله که آیست اصلا مایک 10 قراره تو رو بده بیرون. نه من دیروز اون گفته بود بین شما یه دونه قطعی نکسش. من دیگه کاورت نمی کنم شماره 8، چون که اصلا ریاضی بازیم به هم میریزه. 9 که نمیتونه با 5 و 10 یار باشه، 5 و 10 نمیتونن با هم یار باشن. منو 5 و 2 با 3 رای دادیم به شماره 1 بیاد تو دفاعی، از هر طرفی برم تو رو دیگه باید بگم مافیا. یعنی تا الان علم به نظرم فتا فکت داشت، من معذرت میخوام اگه فتا به تارگت زدم، ولی فکت داشتی. یعنی انقدر یک رو مافیا داشتم، اون به تو میگفت شعبان، تو به اون میگفتی شعبان، رای باز پرسی تو دادی به من، خیلی برام مشکوک بودی. من امروز رای میدم به 8 دیگه، یه رای میدم به 8. چیکار کنم؟ کی مافیا است؟ شما رو 8، 2 مافیا، 3 مافیا، 5 مافیا، من مافیا، 9 و 10 با هم مافیا. مایک شماره 5 با چالش بفرمایید. چالشو ساسان قبل من بود. ببین داداش گل، آیا محترم داداش، امسال تو فکر نکنم پلیر باشی که در حد پلیر مافیا باشی که به خاطر شما طرف بخوام یار خودم رو تو تورنمنت بفروشم که تو رو بکنمت بیرون. هدف منم از این بود که فراد 41 منو برده تورنمنت، که حسین تابی تورنمنت گذاشته با بچه‌ها، اومدم بازی کنم.
آره نمیدونستم یه امثال شمای تو بازی نشستی که هیچی از بازی مافیا نمیفهمه فکت دروغ جد. متشکرم بچه ها، خواهش میکنم دیالوگاتون دیالوگای آروم و باثباتی باشه. بفرمایید مایک شماره 5. کاش حالشو نمیدادم بهت. تو کنترل کن. به این من الان به نظرم میتونن 9 و 10 با هم مافیا باشن. نوها رو که فورس دارم، امروز رسیدید به شهروندی من. دیروز داشت میگفت آقای فتا یه شانس شهروندی داشتی که ملیکا رو تارگت کنی. ملیکا قبل بازپرسی داشت میگفت من یک کر رو نازش کردم، گردنش گرفتم. من قبل بازپرس، قبل اینکه دنگ بدم به مافیا، قبلش داشتم میگفتم یک کر رو فورس دارم توی این بازی مافیاست. پس من شهروندم. الان شماره 8م شهروند باشه. چهار ملیکا داره میگه دو شهرونده. چون رای بی تاثیرم داد، اصلا مسیرم نداشت یک کر رو رای بده بیاره بالا. 9 و 10 مافیان. امروز فقط رای تک رای میدم شماره 9 بره. مگه نمیگید به شهروندی من رسیدی 2-9؟ متشکرم. مایک 8 با چالش بفرمایید. چالش. میرم صحبت کنم. چند لحظه صبر کن. یک نفر فکر کنم پرید. مایک شماره 10. الان که نشد. نه هنوز متاسفانه. تصویرت بس دست. صدا رو میشنوی؟ بیا رو مایک بری. صدا رو میشنوی؟ میتونی بری. مایک شماره 8 با چالش بفرمایید. مایکت بسته است. مایک شماره 8. آساسان؟ من چالش رو عوض کنم. میتونم که. میتونی چالش رو عوض کنی. چالش رو بده. چالش؟ جوزف بذار صحبت کنه. دنیس تو الان صحبت کن. ساسان جان تو شهروندی داداش؟ آقا تو شهروندی دیگه. مسیرت مایک 10 امروز نه من. دیروز شماره 10 جایی که من گفتم 7 و 8 با هم شهروندن، گفت ریاضی توی 7 و 8 مافیا هست. من 3 چالش از نفر 10 گرفتم، گفتم دوبلی قطعی تو این دیگه شهروندی نمیذارم تارگت بزنید اینجا. تو شهروندی من که باید خدات باشم تو دیگه اون 10 و گردن بگیری که گفته فقط تو 7 و 8 نمیشه تو منو تارگت. شکرم داداش. خدا میدونی به کی میگن؟ کسی که رو اصول باشه حرکتش، رو اصول باشه. یه نفر فکت دروغ واسه من آورده، تو گفتی اون شهروند من مافیام، چیکار بوسش کنم؟ از روز یک گفته تو قطعی مافیایی تو بازی. مرغه بهش گفتم مشکوک، نازش کنم تو بازی؟ واسه چه باید؟ چرا باید من نازش کنم تو بازی؟ میدونی باید الان چی باید؟ کل کرت باید این باشه. میگه آقا یا دنیز مافیاست، یا تو رأی خروجای دنیز دنبال مافیا باشی. میگه آقا یه شیشی که رفته بیرون تو رأی خروجای دنیز با ساسان مشترک بوده. یه دونه 9 تو روند بازی بوده، یه دونه 7 تو روند بازی بودی. میگه بین اینا باید دنبال مافیا بگردی. یعنی کسایی که به مافیا خروج ندادن. دنیز به مافیا خروج انداخته، پس باید بگی 9 تو روند بازی مافیا. مهراب استارت خروج به مافیا رو شروع کرده. واسه چی باید مسیرم به اون بخوره؟ چه چرت میگی برادر من؟ امروز فقط باید مایک 9 با چالش بفرمایید. چالش رو میدم به خانم ملیکا بعد از مسعود. ما تحلیل نمیفهمم. من خودم شهروندم خانم ملیکا. این آیه 7 هم شهروند بوده. اگه تو خودت شهروندی بعد بگی مافیا روز یک تحت فشار بودن که جفتشون رای دادن یارشون رو فروختن. بگی دورم مافیا ندید، بگی اون مافیا رئیس بی تاثیر بوده. این 2-5 روز یک رای یک داده به مافیا، 2-5 رای دو داده. تو بازپرسی با هم یه رای دادن مافیا کردن بیرون. باید بگه تو این لوکیشن مافیاست، این هشته که سیف مافیاست، اصلا برای مهم نیست. حالا مسیرت من همین 5 فهمیده کارگاه تو بازی اومده اسلام تو رو شهروندی گرفته داره منو تارگت میکنه. آیه شماره 3 8 مافیا داریم، 5 داره میگه این شهروندا. امروز 8 میره بیرون تا بفهمیم چی. آیه فتا فهمیده بود از بازی 8 مافیاست دیگه، میخواد کار دیگه ای بکنیم. شما هیچ کدومتون ملیکا رو تارگت نکردید، من فکت آوردم کسی تارگت نذارم. ببین شماره 10 تو هم 8 مافیا داری الان، یه لایک و دیسلایک بده. جوزف من اصلا 8 نمیتونم مافیا داشته باشم. یه تو چالش رو به من برگرد. اصلا نوع دیالوگش، نوع حرف زدنش، فیلینگش. اصلا تو قبول داری 5 شهروند بود دیگه با من و تو اومده و یک و گردن گرفته بود؟ قبول داری 2 هم شهروند رای داده بود؟ 9 مافیاسا، 9 مافیاست. تو چالش رو با من برگردون جوزف حتما. مایک 10 با چالش بفرمایید.
من نمیبینم که چالش میخواد، ولی به دنیز چالش میده این کار بعد واسه ما من تصویر هم ببر من درست انشالله که صدا میاد. ببین آقا چند تا مطلب، این ساسان یکی رو پوش کرده با ما فیه جوزف، اوکی شب نباید شاتی چیزی بزنه، شاتی یا کوزه ناتوی خیلی سیف نیستش. این موضوع اولش من میترسون بخوام یعنی بازی راحت بشه ساسان سایر مقابلش رو بکنم. نکته نکته دوم، تو روند بازی خودم گفتم تو هفتهاش مافیا هست، به یک تو بازی رای دادم، تو اتاپنج همه رو شهروند داری، به هشت که میتونی بگی با من یار خودم شکلت بشم، هم رای دادم تو شالش بگی بگیم تو شهروندم، بگم نه شهروند نکنج باید مافیا باشه، پس منم یار ساسا نمیشم ساسانم بخوای بگیری. حتی مافیا این نوه تو بازی سیف مافیا هست، نوه دیروز به چهار رای باز پرسی داده، رای خروجش گفته آقا تو هفتهاش به هفت میخوام بدم، بین من که من میدونم خودم شهروندم، پنجی که به نظرم شهروندم. متشکرم. و من برام مهم نیست الان بگیم که شماره 8 و 10 با هم دارم به این شماره 9 تارگت میزنم. عزیزم تو که دیگه پلیری، تو الان نمیفهمی من شهروندم یه شماره 2 و 9 رأی 2 دادم به من، روزی که من گفتم من خودم به مافیام نمیخوام رأی 2 بدم به خاطر اینکه نمیخوام روز یک از جریان بازی خارج بشم، ولی این 9 بازم رأی 2 داده به من. داری میگی شماره 2 شهروند اوکی 9 مافیاس دیگه، من دارم میگم جفتشون مافیان، تو داری میگی 2 شهروند اوکی با رأی داده مافیام اومده بالا. شماره 10 هم به نظر اصلا آقای شماره 9 بازی، تو دیروز مگه نمیگفتی حتی تو اگه شهروندی منم شهروند داری ملی کارو گردن میگیره؟ خب اوکی الان خودت همین کار کن، نمیتونی چون متشکرم. مایک بفرمایید. مایک شماره 2 با چالش. مایک شماره 2 با چالش. چالش میدم به شماره 9 اول صحبت کنید. آقای من مافیا باشم دیروز فهمیدم یا آقای شماره 7 فتا در معرض خروجه، یعنی بذرمو پاشیدم در معرض خروج دیگه، همونجا با ملیکا سایت میگیرم دیگه، امروز نمیام باش دیالوگ کنم که حالا ملیکا تو چه جور میتونی به من تارگت بزنی، من با این فک میتونم تو رو امروز بخورم بکنم بیرون، نمیام برات از شهروندی بذارم که من شهروندم، اون هفتم شهروند بوده به تو رأی دادیم، باید تحلیل کنی بگی دو تا مافیا یار فروختن، نمیکنی پس تو مافیا میشی اینجوری ها. بابای خانم پنج دنیس شو مافیا است دیگه، چطور نمیفهمید مافیا مشکوک دونه داره کاور میکنه روزه کمک کارت شهروند. ببین دوستان من یه تحلیلی دارم، این که ما داریم راجع به یک فرد شماره 4 سر دوم بازپرسی صحبت میکنیم که ایشونو داریم هممون شهروند میگیریم، با فرض شهروندی شماره 4 داریم این حرف رو میزنیم. ببین یه شماره 9 وجود داره آقای رضا، ایشون اتهاماتش سمت شماره 1 هم بود یه جایی، ولی به شماره 4 اتهام نیست، شما رأی بازپرسی تو به نظرم میتونستی سمت شماره 1 بدی، ولی رأی مافیا رو برابر کردی اونجا به خانم شماره 4 رأی دادی. ولی اگه بخوام این شماره ببین کارت شماره 4 رو نشده اون سمت بازپرسی، اگه ایشون بخونه مافیا کل همه چیز میتونه عوض شده بشه توی بازی، چون شما یه دونه شماره 1 مافیا داشتی، یه دونه بین 7 و 8 داشتی، بقیه پلیر بازی که اتهام نمیزدی، به دو سه رو که با هم شهروند داشتی، به 5 و 9 که گفتی با هم صلح کنید اتهام نزنید، به شما به 5 و 10 گفتید اتهام صلح کنید، به 10 به 9 اتهام نزنید، پس اونجا هم به شهروند داشتی، عملا شما مافیا کم میآوره توی بازی. متشکرم. مایک 3 آخرین نفر و آخرین چالش. میدم به ملیکا قبل از من. ببین من کاری ندارم دیگه، میخوام با فکت بازی کنم، فیلینگ و همه چیزو میذارم کنار. قبول دارید این دیالوگ 9 و 10 نمیتونه یار به یار باشه که 10 برگرده بگه ببین منو تو سر اینکه فقط بهت نگفتم شهروند داری بهم میگی مافیا، پدر منو تو در آوردی، تو به این فکت داری به من میگی مافیای بازی؟ به این فکر به نظرم اینا نمیتونن انقدر سوپر با هم دیالوگ کنن. اگه بینشون یه دونه مافیا باشه پس 8 میشه سیف. خیلی هم خوشحال شد من کاورش کردم. نمیدونم، من یه رای میدم به 8 یه رای میدم به 9. آقا مگه میشه آیه شماره 2 تو نگفتی تو این بازی اگه برسم به شهروندی یکی میپرم جلوش؟ علم شهروندی من نرسیدی داداش، یا رسیدی روز یک رای دادم به مافیا روز دوم شهروند رو تو دندون داشتم کاور میکردم، رسیدی به 8 رای میدی و 10، 8 و 10 بینشون قطعی مافیا ساقا، اصلا تحلیل ریاضیه، 8 رای میدی 10 رای میدی، جای دیگه نمیخوام تارگت بدم، اون 9 دیدم تو بازی شهروند، تارگتش نکنید آقا. اون خانم دنیس تو بین 8 و 10 باب مافیا برسی اگه اون نوع مافیا دارید، درسته؟ یا مگه مافیا نداری؟ 9 روز یک میدونی چیکار کرد؟ گفت فقط 5 و 10 فریزه، نمیذارم جای دیگه تارگت بزنید، 7 و 8 رو دیدم شهروندن،
زرگری چی آقا؟ متشکرم. 2، 4، 6 و 7 نفر تو بازی هستین، سه رای دفاعی است. از مایک 4 به طرف مایک شماره 5 با اسم شماره مایک میگم که اشتباه نگی. فقط مایک شماره 9 برای من رأیشو فرستاده. اگه رأی بود زمانی که میگم رأی شماره 9 رو هم میخونم. رأیگیری برای مایک شماره 4 1001 1002 فریز بینگو. رأیگیری برای مایک شماره 5 1001 1002 فریز یک رأی. رأیگیری برای مایک شماره 8 1001 1002 فریز 4 رأی. مایک شماره 8 دفاع. رأیگیری برای مایک شماره 9 1001 1002 فریز با مایک شماره 10 3 رأی. مایک شماره 9 دفاع. رأیگیری برای مایک شماره 10 1001 1002 فریز 3 رأی. مایک شماره 10 هم دفاع. رأیگیری برای مایک شماره 2 1001 1002 فریز بینگو. رأیگیری برای مایک شماره 3 1001 1002 فریز بینگو. سه نفر تو دفاعی هستن، مایک شماره 8 مایک شماره 9 و مایک شماره 10 بدون تارگت و کاور. هر کدوم 45 ثانیه به ثانیه گرد پایین توجه کنین که بعد از پایان ترنتون من میوت میکنم. اول مایک 8 بفرمایید. ببین جوزف، دیروز من تارگتی که زدی تو خودت هم میدونی از عصبانیت به تارگت زدم. با تارگتی که داری به من میزنی، به مهراب میگی ما دوتا با هم دیگه مافیاییم، داری به سطح بازیمون توهین میکنی. علاوه حساب حتی کاری ندارم چند وقت با هم دیگه بازی کردیم، داری به سطح بازیمون توهین میکنی به نظرم با این تارگتی که داری میزنی. دنیز اومده داخل دفاعی دوتا رأی داشته، تو میگی دنیز رو نگاه، تو امام حسین دنیز داره به خروج من لایک میده تو بازی، تو شایان بهش رأی خروج انداخته، رضا بهش خروج انداخته، به رفتن من تو ترت لایک میدی، چرا من رأی یک میدی که من بیام داخل دفاعیه؟ خیلی تو این دست تو اینجوری میکنی هشت هشت بره بیرون، اوکیه با تو من رأی میدم. لایک دادی من دیدم دیگه ترت. متشکرم. یه اختار برای مایک شماره 8. مایک شماره 9 بفرمایید. از موقعی که فتا رفته بیرون فقط داری غور میزنی، عاجز یه مافیا پیدا کنی تو جریان بازی. تو ترنت گفتی من مافیام، من مافیام، روزه یک دیدم تو شهروندی، فتا هم شهرونده، دوست نداشتم اون جنگ شهروندیه رو باشه تو بازی، گفتم امروز اکولم بیاد پایین من مافیا خودم بکنم بیرون، سایدم باز شه. یارم هم سر صحبت گفتی این 7 و 9 با هم شهروندن، چرا با دست من بازی نمی کردین یارم؟ امروز که بر رأی بدید دیگه، بعد به فتا ببازیم دیگه. آی فتا کل بازی فهمیدم شما رو 8 مافیا است، این هشتم عاجز الان مافیا پیدا کردن، یعنی داره پنج تو ترنش گفت رضا مافیاست، الان داره به کسی خورده میگیره که گفته این رضای مافیاش بره بیرون. ببر بیرون آقا بازی کن. من صدام میاد اول یکی بگیرم. بله صدات میاد، بفرمایید دفاعیه. من نمیدونم ستارایم کی بود، برشون صدای جوزفو شنیدم احتمالا به من رأی داده. نه به نظرم بس دیگه، با چه دیالوگ میکنی با این پلیر؟ این آقای رضا من چرا باید مافیا باشم از نظر تو؟ یعنی روزه یک رای خروج دادی یه دونه رای میکشیدم، اگه من مافیا باشم ساسان مافیا باشه، یکم دفاع بود، دو تا مافیا دفاع بود، با خود پنج رو بکردم بیرون، چرا یارم بخوام تو از تارگت بخورن یا ساید مقابلشون بره بیرون سایدشون باز بشه؟ این نکته اول. نکته دوم، خانم دنیز نمیتونه این نهاد با هم تو بازی مافیا، اونجایی که من داشتم تارگت می‌زدم این نهاد گفتش ساید بین شماست، گفتم جمع کنم خودتو تو بازی گردم گیرم می‌کنم بیرون، به تو رأی دو هم ندادم تو بازی، فرداش خودم کاور سرم گفتم نه مافیا به نظر یارم داشتم چند تا یار می‌فروشم، خجالت نمی‌کشه راجع به این حرف می‌زنی؟ امروز رأی خروجتو تصویر بده، رأی خروجتو برای من فقط رأیم نیستش بگم، تو ما تو تلگرام برای من بفرست. رأی تو گرفتم، سه رأی رأی خروجه، سه دوستم به هم حق رأی دارین. اول سه رأی رأی خروجه، اول مایک 8 بعد مایک 9 و بعد مایک 10. رأی خروج برای مایک شماره 8 1001 1002 فریز سه رأی 4 رأی. رأی خروج برای مایک شماره 9
1001 1002 فریز دو رای، رای خروج برای مایک شماره 10 1001 1002 فریز بینگو. وصیت داری مایک شماره 8. یه وقت خانم ملیکا زحمت نشه 5 تا رای رو چیز با گرداننده و داورای بازی می‌خواستی که کنم برابر کنی، خب 5 تا رای رفتم بیرون، یه رای هم میندازه که من بیام بمونم تو روند بود. جدی یکم بازیتون اصلاح کنید. طرف میگه موندی تو بازی داری غور میزنی. غور نزنم یه نفر جن زده تو اعصاب، یه جوری هیستریک کم کرده، اعصابم کلا خراب شده. کل حول بازی فقط رو هفته بود، کل بازی. مگه میشه یه نفر بچسبه به تارگت بزنه ولت نکنه، فکت دروغ واسط بیاره، یه جوزفی تو روند بازی سیس بگیره بگه نه اون شهرونده تو باید بری بیرون؟ میشه همچین چیزی؟ یکم با منطق بازی کنید دیگه. من مافیا بودم رفتم بیرون، یکم به شعور خودتون توهین میکنید تو روند بازی. دو نو کشیدن زیر خانم دنیز به من رأی خروج میندازه فردا. من نمیدونم چیکار کنم. من بذار وسیتم تکمیل کنم گردنده بازی اگه میشود. تیدنا رو خیلی سری میبندید. نه 45 ثانیه بیشتر من برای کم میکنم فقط. تموم کنم. 10 ثانیه بفرمایید. فردا مهراب که شهروند هیچی. من میشه مهراب تارگت بزنه؟ مهراب استارت خروج به مافیا رو شروع کرده، رای داده اون شهروند، خودم شهر بودم. فردا نهم میاد داخل دفاعی، اول نهم میره بیرون، بعدش اگه خون شهروند دنیز میره بیرون. اولویت من کرم لطفا تصویرتو ببند. همه تصویرا بسته، بریم باز شب، هیچ تصویری باز نباشه. دو یک روز میشه، همه تصویرها باز. اعلام وضعیت میخواهیم. دومین اعلام وضعیت شما تایید میشه. یه اعلام وضعیت پیش من ندارین. از جمع شما 2, 4, 6, 4 نفر رفته بیرون، دو مافیا، دو شهروند. سر صحبت رو آغاز میکنیم. از مایک شماره 4 به طرف پایین بدون چالش بفرمایید. از مایک 4 به طرف پایین. 4, 3, 2, 10, 9 و 5 بدون چالش بفرمایید. خب رای بدیم امروز 10 بره دیگه. آره رای میدیم 10 بره. بقیه شهروندم من برایندم چقدر روزه یک درست بگوتم یک قطعیه بین 7 و 8. قطعی سایده شماره 10 تو برو. 9 شهرونده به نظر من. 9 نمیتونه مافیا باشه. برو شماره 10. یعنی جفتتون فروختی؟ چقدر عجیبی در پوزیشن من در بردار بازی خیلی سخت بودش. هرچی مافیا بودنی داده بود. و رفیقم پیشم نشسته میگم دو تا مافیا کردم بیرون، قد با نت ور نرو، بذار من بازی رو میکنم. یه بسته دیگه، دو تا کردی بیرون، ول کن بازی رو. ببین بین 5 و 10 به نظر من، یعنی تک مهراب نیست اون نه، چون معلومه تو دک شهرونده. اگر 8 و 9 با هم دیگه یار بودن، دیروز 9 باید اون 8 رو میفروخت، نه که بره تو 4 و 5 تارگت بزنه. پس 9 که معلومه تو دک شهرونده، این 2 که معلومه شهرونده، منم شهروندم. تو 4, 5, 10 باید یه مافیا باشه. 4 که شهرونده، پس تو 5 و 10. متشکرم. مایک 2 بفرمایید. چالش رو میدم به شماره
پنج بعد از مناسبت. چالش نداره. نداره. ببین یه شماره چهار داریم. شماره چهار دیروز به شماره دو داشت توضیح میداد که این شماره هشته به نظر همه حرکاتش اکتاش حرفاش شهروندیه و بهش رأی خروج هم نداد توی بازی. رأی خروج دو داد، سه داد، به همراه شماره نه داد. سه نفر بهش رأی داد، یه رأی تأخیری به شماره پنج. خانم دنیز که دیدم تأخیری رأی داد، اینو که نمیدید این کار کنید. پنجو دیدم تأخیری رأی داد توی بازی. دو سه فست کشیدن یه خورده بعدش نه کشید. دهم که اصلا تصدیقش نداشتم. چهار که میدونم رأی نداد توی بازی. این دیم بس دیوا کو من نمیدونم. به نظرم امروز چهار بین پنج که میدونم تأخیر داد. بین پنج امروز میتونه مافیا باشه. بین پنج و ده من اینو موافقم. بین پنج و ده حالا یا نبود بگید بریم بین چهار میگردم. وای که ده بفرمایید. هم یارم باشه. صدا میاد دوباره با گوش اومدم. بله بله بفرمایید. صدا میاد بچه‌ها؟ بله صدات هستش. ببین از تسلیم ببندم. جوزف ببین من مافیا بودم یه بلایی سر خودم باید میوردم. مثلا گادفادر بودم خودم رو یکو زایی میکردم. ساسانه گادفادر بود اون شب ناتوی نمیشدم وقتی میخواد بدونم بره. یکی گادفادر بود اولین رای بازپرسی رو بهش نمیدادم. فکر چهاران یه منه ها اونجا که میگفتی هشت شدم مافیا هست. اونه هفت و هشت سی بار چالش یه تان تان تاکی خودم هم بیخیل تو هفت و هشت مافیا هست. چالش به خودت بودم گفتیم شهرمان گفتم اونجا مافیا هست. دیروز این نوحه واسم با آنچه این ساسم تراش واقعا واسم شهرمانی بود داشت اینجوری عربده کشی میشم. من هیچ نداشتم. اگه میگی بین من و کسی دیگه این مافیا هست کسی دیگر رو بکن بیم. من مغزم کار نمیکنه خیلی. من شهرمانم خودم هم میفهم تو هم. صدامو دارید اصلا؟ الو؟ بله بفرمایید متشکرم. صدا دارید که صدا جمله آخر اگه منو متشکرم. تن تموم شد صدا هم کاملا شنیدیم. مایک نو بفرمایید. من این خانوم ملیکا مافیا باشه که آقای فتاح مسیر بازی رو خراب کرد. شما فکتش رو آوردم. خانوم پنج دیروز گفته این هشته دیسلایک. خانوم چهار هم دیسلایک. روز یک هم فهمیده باید بره هشته رو کاور کنه، هفته رو تارگت کنه، یه تارگت هم به من شهروند بزنه. روز یک این دوی گفته هشته مافیاست، دو شهروند، آقای جوزف شهروند. هشت این آقای پنج، این خانم پنج و آقای ده گفتن تو جنگ هفت و هشت ما هشت شهروند داریم، هفت و مافیا داریم دیگه. درسته این فکت ها درسته اگه چهار رو بذاریم شهروند. این خانم دنیز منو قطعی مافیا داشته. تو چجور دیروز رای چهارم پنجم تاخیر رو کشیدی برای ساسانا؟ رای امتیازی زدی خانم دنیز؟ امروز که خانم دنیز رو میدی یه وصیت میکنی، اگه شهروندی وصیت سالم میکنی برای ما که به نظرم شهروند نیستی با اون رای تأخیری، چون باید به من رای میدادی. چرا من رای ندادی مافیا رای تأخیری دادی؟ آره به نظرم دیالوگش لادری بود، یعنی هشته خواست پنجره سه میدونست میره بیرون. متشکرم. آخرین نفر حیف که رای دو دادی جوزف. روز یک رای دو به مافیا دادی، وگرنه خودت فرداش گفتی هفته هشت رو با هم دیگه کاور میکنم. تو هشته مافیا بوده دیگه. من میتونم بگم خودت مافیا بودی، ساسا مافیا بوده، جفتشون رو با هم کاور کردی یه جا دیگه، ولی چون رای دو دادی به مافیا. خب پس نگو که دنیز مافیاست. اومدم بازی تورنمنت که به یکی یارم تارگت بزنم، بعد از طریق تارگت زدم به یکی یارم که شهروند میشه، تو میشی شهروند، چهار میشه شهروند. الان چهار رو مشکوک داری؟ پس نباید به من تارگت بزنی. فکت ده خودم آوردم، فکت نه هم خودم آوردم. حالا بینشون هر کی مافیاست. من به نظرم داری میگی نه شهرونده، من احترام میذارم به بازی چون بازی تو قبول دارم. داری میگی نه شهرونده، پس مهراب مافیاست. فکتش آوردم. دیروزم گفتم شماره 8 و 10. مگه نمیگفتید 10 میشه مافیاست؟ متشکرم. رأی مایی که شما نه رو گرفتم خودم تصویر میدم. بذاری یه بار دیگه چک کنم. سه رای رای دفاعی است. دو و چهار و شش نفر تو بازی هستین. با مایک و عدد میگم که شما اشتباه نکنین. از مایک چهار میگیرم به طرف مایک شماره پنج. رای گیری برای مایک شماره چهار 1001 1002 فریز بینگو. رای گیری برای مایک شماره سه
هزار یک، هزار و دو، فریز، بینگو. رایگیری برای مایی که شماره دو، هزار یک، هزار و دو، فریز، بینگو. رایگیری برای مایی که شماره ده، هزار یک، هزار و دو، فریز، چار رای، مایی که شماره ده دفاع. رایگیری برای مایی که شماره نو، هزار یک، هزار و دو، فریز، بینگو. رایگیری برای مایی که شماره پنج، هزار یک، هزار و دو، فریز، سه رای، مایی که شماره پنجم دفاع. چون چالش نداشتیم بدون تارگت و کاور، اول مایک ده و بعد مایک پنج بفرمایید. ببین آقا من خیلی مقاومت نمی کنم واسه یه مافیا اینکه مونده بخوام بمونم، ولی فکر شهرمدی اون یعنی فکر میکنید بین من و پنج مافیا هست، آن شدید پنجا رای بدید. این روز یک چهار تا رای این یکه داشته، یکه رو بگید مافیا، من چالش باید بگیرم همون یکه رو تارگت کنم، چون اون داشته تارگت رو میخورده. ساسان یه تارگت از فتاح فقط داشت میخورد، یه نفر جز اون اسپینو نمیورد. چالش بگیرم ساسان رو بدم دست شما ها، بکنید بیرون یکه رو بفروشم فردا. چرا بعد فرض کن یکه رو مثلا من و ساسان با هم یه مافیا بودیم جفتی با هم دیگه فروختیم، یکه پس نباید گاتفادر باشه وقتی دوتا مافیا به اون رأی خروج دادن. بین من و ساسان بگیر گاتفادر، یه شب بعد خروج شماره هفت ناتویی شد، یه شب این دیشب هم که خودم تو بازی باید تک مافیا بوده باشم یاکوزایی نشده تو بازی، پس گاتفادر باید تو بازی باشه. متشکرم. مایک پنج بفرمایید. بین خیلی مشخص که مهراب میدونه من شهروندم، داره میگه من بین دنیز و خودم شهروندم، الان منو بکنین بیرون، فرداش میگه من که با اون ساید نداشتم. خیلی ایزیه که تو پیووی مهراب الان بفهمه مافیای کیه. آقای شما اینو رای دو دادی به من، چرا بهت نگم مافیا؟ خیلی بهت برخورده بهت گفتم مافیا، رای دو دادی به من، بلند شدم گفتم آقای مهراب تو مسیر داشتی به این شماره نوه تارگت بزنی، حالا اینا رو بذاریم کنار. گفتم من به هفته نمیخوام رای بدم، مهراب گفته دنیز مگه شهروند نیستی؟ بیا به من اعتماد کن، هفته رو بده بیرون. من خودم داشتم میگفتم ساید منو با شماره نوه در بیاری، مگه هفته شهروند نبوده؟ من نمیخواستم دست مهراب کثیف بشه، گفتم مهراب تو شهروندی، گفته از شهروندی، من میخوای به کی تارگت بزنی؟ گفتم یکی یارم مهراب که نمیتونه به من تارگت بزنه. الان اینجا دارید میگید نه شهروند پس ده میشه شه مافیا، چون بقیه‌تون همه شهروند، من بین 9 و 10 دارم، دارید میگید 9 شهرونده 10 مافیاست به من. متشکرم. دو دوست عزیز به هم حق رأی ندارن، سه رأی رأی خروجه، اول مایک 10 و بعد مایک 5. رأی خروج برای مایک شماره 10، 1001، 1002، فریز، یک رأی. رأی دوم تأخیری بود. رأی خروج برای مایک شماره 5، 1001، 1002، فریز، سه رأی. وصیت داریم مایک شماره 5. ملی فعلا این یعنی چی؟ چرا باید یک رو بفروشم که تو بشی شهروند؟ چرا سود کنی؟ اومدم اینجا دست پا بزنم تو سود کنی؟ چرا باید بگم یک مافیاز؟ مهرابو بکنید بیرون بعد من بار. نیکس. متشکرم. شب میشه و میریم فاز شب. مایک شماره 5 رو بیار پایین. همه تصویر ها بسته. پای سیستما باشن به جز مایک شماره 9 و 10، بقیه بچه ها تصویر ها باز. آخرین مافیا هم با هانتر بازی رفت بیرون. تبریک به گروه خوب شهروند و مافیا، بازی بسیار قشنگی بود و واقعا برای من بازی بسیار خسته کننده. امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. برای تک تکتون آرزو موفقیت میکنم.
اول نقش ها رو میخونم، اکت ها رو میخونم، خودتون در مورد خودتون قضاوت میکنین و بازی امشب خودتون رو بیشتر تحلیل میکنین و داوران عزیزم امشب صحبت هایی میکنن. از این که نمیذاریم صحبت آخر بازی انجام بگیره، با هماهنگی و نظر محترم داوران بوده که داوران با اینکه بعد از این بازی نزدیک یک ساعت و نیم دو ساعت طول میکشه که به نتیجه گیری و امتیاز بندی برسن، پس به خاطر همین از صحبت آخر بازی معذوریم. اکت ها رو اول نقش ها رو بخونم. مکس عزیز شیاد بازی بودن تو مایکی یک، مایکی دو شایان عزیز کاراگاه بازی بودن، مایک سه جوزف عزیز پزشک بازی بودن، مایک چار ملیکای عزیز شهروند ساده بودن، مایک پنج دنیز عزیز روینتن بازی بودن، مایک شیش سیاوش عزیز که شات شب یک بود بازپرس بازی بودن، مایک شماره هفت حاج فتای عزیز شهروند ساده بازی بودن، مایک شماره هشت ساسان عزیز گادفادر بازی بودن، مایک شماره نه رضای عزیز هانتر شهر بودن و مایک شماره ده مهراب عزیز ناتوی بازی. و اما اکتا روزی یک که کسی بیرون نرفت، اما شات شب یک بازپرس بازی بود، نجات پزشک اول تو بات زده بود مایک شماره پنج، اومد پی وی مایک شماره چهار رو سیو داد. این از اکت پزشک. هانتر بست به روینتن بازی، ناتوی هانتر بست به روینتن بازی، شیاد زد به ملیکا، مایک شماره چهار شهروند ساده، شات مافیا که بازپرس بود، کاراگاه مایک شماره هفت هاش فتا رو گرفت شهروند، پزشک که همون گفتم تو پیوی خودم مایک شماره چهار، اینجا مایک شماره پنج تو باد گفته ولی اونجا مایک شماره چهار رو سیو داد. تو بازپرسی که ما روز یک رفت بیرون، تو بازپرسی که واقعا نت سیاوش هم خیلی اذیتمون کرد تا این که فهمیدم اینجا خصوصی برام نوشته چت خصوصی، مایک شماره سه چند بود؟ چند؟ چهار بود، یک را آورد بالا، چهار یک را آورد بالا. و اما خروجی اون روز که مکسش شیاد بود و اون روز حاج فتای عزیز رفت بیرون از بازی، شب شد، هانتر بست باز به روینتن بازی، ناتوی انجام گرفت، پزشک بازی با نقش بازپرس ناتوی کردن که ناتوی اشتباه بود، کاراگاه استعلام مایک شماره چهار ملیکا را گرفت شهروند که در اون روز مایک بعد از خروج حاج فتا، اون روز مایک شماره هشت آساسان عزیز گادفادر بازی رو دادیم بیرون، اما هانتر بازم بست به پنج روینتن دنیز، شات مافیا سه پزشک بود، پزشک خودش سیو داد، کاراگاه استعلام کی رو گرفت؟ پنج دنیز روینتن شهروند. و روز بعدش هم که دیدین مایک شماره پنج خانم دنیز روینتن از بازی خارج شد و هانتر شهر بسته بود به مایک شماره ده شات مافیا، مایک شماره نه بود که ده همراهش رفت بیرون. این بود اکت های شب. واقعا بازی خسته کننده بود با توجه به نت بچه ها، علی جمع شدن بین شما ها لذت بخش بود برای من. بچه ها واقعا دوست داشتن بازی آخرش صحبت کنن، ولی بازم گفتم معذوریم بابت صحبت کردن. داوران عزیز میتونن صحبت کنن و که پایان بازی رو بدیم.
اوکی، خسته نباشید. من با اجازه دو تا دوست عزیزم اول صحبت میکنم. بازی قشنگی بود. انشالله تو بازی های بعدی بچه ها حتما نتتون استیبل باشه. البته امشب مثل اینکه یه مشکل اساسی بود، چون برای همه این مشکل به وجود اومده بود. برای خود من داوری این بازی یه مقدار زیادی سخته، چون شهروند خوب زیاد داشتیم و مافیا از روز یک داشت تارگت میخورد، ولی باز هم خوب خودشونو کشیدن بیرون تا یه جاهایی بازم تونستن شهروند پوش کنن. یه ذره عجیب غریب بود برام. حالا با همکارای عزیزم صحبت میکنیم. من همه تون بازیاتون خوبه، یه سری ها که اصلا دیگه نیازی نیست بگم، مثلا آقای جوزف که مشخصا بازیش خوب بوده، ولی من برای اولین بار بود بازی خانم دنیز رو میدیدم، خیلی دوست داشتم. فکتایی که میوورد خیلی به دلم مینشست. بقیهتون هم عالی بودین بچه ها، بفرمین. متشکرم سنا خانم. عرفان عزیز، عرفان جان بفرمین. سپاسگزارم. تشکر میکنم از حاجی نبی بابت روایت. جوزف چیزی شده؟ چیزی نشه. خسته نباشید آقای اوتاپی، خانم سارا و پلیرهای دوست داشتنی. امیدوارم امشب بهتون خوش گذشته باشه، فارغ از اینکه بردین یا باختین. بازی باسپورس، اسمش باسپورس، باسپورس خیلی تاثیرگذاره. به نظرم باسپورسی خوبی بود. 3-4 نفر شهروند کرد، تیم شهروندی 2-3-4-5 اصلا یه تشکیل شد. MVP بازی که جوزف بود، خانم سارا هم گفتم. تارگت 3 مافیا 1 سیو درست و تارگت 1 شهروندی که گره شده بود. جدا از خانم دنیز، خانم ملیکا هم من دوست داشتم. فکتشو همچنین آقای رضا شماره 1 3 تا ساری درست تشکیل داد. آقای شایان هم خوب بودن، کنند این شهروندی خوب بود. توی بازپرسی من انتظار داشتم حداقل شماره 10 این ریسکو بکنه به 4 رای بده. حالا گادفادر تحت فشار بود، اوکی رای میداد یکم سفید بشه، ولی این ریسک رو میتونست بکنه. نهایت یا گوزایی میشد و شبیه که ناتوی کردین خیلی به نظرم جاه طلبانه بود. هم میشد در واقع اون کثیف‌کاری رو کرده بود این دوتایی بکنید، یا اینکه یا گوزایی کنید. با 4 هم تو گروه دیدم 4 رو در برده بودن که نقش نداره. اگه 4 رو نتو گروهتون شاید میتونست این آدز بردتون بالا بزن، ولی در کل تلاش کردین. خسته نباشید حسین گفت. متشکرم عرفان عزیز. حسین تاپی عزیز بفرمایید. حسین جان بچا خسته نباشین، آج نبی شما هم همینجور، داورام همینجور. رأی بازپرسی مافیا که به نظرم شاهکار هوشمندانه بود عرفان، حالا دلیلشو به توضیح میدم. چون رأی 10 و 9 به هم وصل بود، رأی 7 و 8 هم به هم وصل بود. یعنی اگر 9-10 رأی میداد به 4، 9 قرار بود به 1 رأی بده. 8 رأی میداد به 4، 7 قرار بود رأی بده. به هیچ عنوان این دوتا نمیتونستن با هم دیگه رأی بدن. این حالا یکی از فکت‌های جذاب بازپرسه، یعنی بازپرسی و رأی خروجاشو نسبت به روز قبل باید بررسی کنیم. تو بازی که 3 تا سایت تشکیل شده، مطمئناً یه مافیا با رأی پیور شهروند تو بازپرسی از بازی بیرون نمیره، چون مافیایی با شهروندی سایت داره که مطمئناً اگه به شهروند رای بده اون قراره به مافیا رای بده. پس برعکسش میکنه، هم 1-1 رو جا به جا میکنه. تو مجموعه ها فرقی نداره، ولی خب پوینت میخرم میتونم بشینم تو بازی دیگه. حالا نمیدونم، شاید هم اگه 10 رای میداد 9 رای با هم دیگه رای میدادم، ولی ذهن من اینجوری بود که با اون سایت گیری میانه شهر، شهروند و مافیا رایشون با هم عوض میشه. این فکتی بود که زودتر میتونستیم بفهمیم مافیا باز هم رأی داده، یعنی به مافیا. شماره 10 هست آج نبی؟ نیست؟ نمیدونم. به نظرم اگه تو روزی که 7 و 8 تو سایت بودن و اینا موزه داشتن، یارشون رو فروخته بودن، اگه میتونست بازی رو 5-9 فریز کنه، سایت 7 و 8 رو به 5-9 موکول کنه با موزهی که داشت، به نظرم بازی رو میبردن. یعنی اونجا تو ذهنم اومد که با این کار میتونه بازی رو در بیاره ببرن. خیلی بازی خسته کننده است، بیشتر حرف نمیزنم. امیدوارم لذت برده باشین. بفرمایید. متشکرم. یه نکته اضافه کنم حاج نبی با اجازه. بفرمایید. همه شهروندا رو گفتم، آقای فتا فراموش کردم. آقای فتا هم خیلی خوب بودن، شهروند ساده فکتای خوبی آوردن، با گادفادر بازی سایت گرفتن.
توی بازپرسی هم دیدم اکتیو داشت میگفت یک بره، ولی هشت که داد رایش رو عوض کرد، با اینکه در واقع شماره هشت پوند داشته بود باز هم تارگت میکردم. بفهمید صحبت من. متشکرم داوران عزیز که وقت گذاشتین و ده تا پلیر عزیز که امشب نتا تاثیرگذار بود تو بازی ها، اینو من خودم واقعا میتونم بگم، ولی بازی بسیار قشنگی بود هم برای گروه شهروند هم مافیا، چون پر چالش بود، پر فت بود. همه شما که خودتون واقعا خبره هستیم تو بازی مافیا، بازی مافیا لذتش به همین صحبت هاست که امیدوارم به شما تک تک خوش گذشته باشه. و بازم از تشکر ویژه دارم از کارخانه سماسازی آپولون که این دوره همی و این ده تا پلیر عزیز دوست داشتنی رو جمع کرده دوره هم که یک بازی بسیار جذاب رو تماشا کنیم. برای همه تون از خداوند متعال آرزو موفقیت و سربلندی میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا انشالله که بازی بعد همدیگر رو ببینیم.